ببینین دوستا، خنده نکنه نه، باز خنده میکنی اما ویدیو مسعود دا یادم میاد که باز ای روی که گرفت باز یک قسم مرا ترسان دیگه نه، باز خیر یه ریاکتون مردم قندولک میگی مردم کم کم بر صورت. خب ببین دوست عزیز، دوست به خاطر میگم که انسان هستی، به هر صورت یک صحبت با تو میکنیم. اولا گفته که به پدر مادر احترام بگذارین، خب یکی از خوبی های اسلام. امیره خودت که میگی خوب است یا بد است، درست؟ و میای میگی که چیزهای دیگری در قرآن وجود داره که برخلاف انسانیت است. ما حالا انسانیت ما فرض کنیم، ما انسانیت ما نمیدانیم، دین ما انسانیت نداره. همین انسانیت اول خودت یک تعریف بکن، باز وقتی که تعریف کردی انسانیت، باز من راجع به با تو صحبت میکنم که آیا اسلام بد است یا خوب است. بسیار خوب بشه که شما در مورد انسانیت به این مردم بگین که همین انسانیت، انسانیت چی است که ما هم به دین الهی بتون برام در انسانیتی که شما میگه. سوال ما اینی است، بفرمایید بشنوا. اصل موضوع را میخوای راجع به همین انسانیت گپ بزنیم، چی نظر داری؟ چرا شده موضوع است نتنید ای چیز نتنید نکنید کارا چرا نتنید ای چیز چیزا نباش. ما دو سال گفتیم گفت نزنن، اینا بر ما هم دادن ولا خود. ابو هریره جان، من خوش دارم یک موضوع انتخاب شوه راجع به همین انسانیت، بیاد در انسانیت در اسلام و انسانیت در بیدین ها راجع به همین گپ بزنیم. دوست دارم. دوست داری؟ دوست دارم. همین موضوع. خب الان صبر کن، الان آخه همون چیزی را که تو میگی بد است، امیر تو از کجا میفهمی بد است؟ حالا میگم همین موضوع دوست، خب بگم دوست داری همین موضوع را گپ بزنی که گپ بزنی؟ یک لحظه خواهش میکنم، در وسط 75 آیه قرآن کریم در مورد good manners خوبی و 256 حدیث تنها در صحیح بخاری، تو یک تا خوبی را انتخاب کردی به پدر و مادر احترام بگذارین، قتل نکنین، دوزی نکنین، غیبت نکنین، تجسس نکنین و اونقدر زیاد است این امیر. اگر تو 5 تایش زیاد شنه، اگر امیر تو 5 تای امیر تو ثابت کرده تانستی، درست؟ از هم دین انسانیت. البته خب من میفهم تو چی هستی، او را میدانم که تو کی هستی، خیر است پشت از اون بگو کی هستم چی هستم، بگو آقای کفشش دیگه نکو دیگه، مردم آزار نده. باش که یک اکس دیگه را برد نشان بتم، یک لحظه بگو دیگه، یک نفر دیگه را نشان بتم برد یا نه خبر نشانش نمید. اوه گمش کن، برای من تو قصه داری من چی هستم کی هستم، من میده بگو که دوست نبود گوش کن. آره ایره قند وقتی یک میگی گوش کن، آره ایره باید ثابت شوه من کی هستم، حداقل دوستا بفهمن واقعیت من چیستم. بگو آبا فهمن. خب میفهمن دوستا کی هستی. خب بگو. خب باز آدرس از کتابت بتم. بگو بگو آدرس از کتابت بتم. بگو لطفاً بگو. خب نمیخوام، باز میگی مرا توهین کردی نه دیگه. حالا وقتی یک گپ ثابت شوه توهین وجود نداره، ثابت کن. توهین نه، خب باز حرف بزنم تو مرا میگی توهین کردی دیگه. نه نمیگم. اصلا شما نمیخوای موبایل من کتابای مقدس شما پر شده، من نمیفهم. کتاب مقدس یعنی میگی من مسیح هستم؟ مسیح هستی؟ شما خودت میگی من مسیح هستم؟ خودت ثابتش کردی دیگه، که ما چی بگم تو کی هستی چی هستی. باش بگم چرا خدا پت نمیدونی دلیل برم از کتابت دلیل بپرس. خب امروز شفیع عیارم میگم من مسیحی نیستم دیگه، سند داریم. خودت تا میگی من مسیحی نیستم، سند داریم. بی سند ما کپ نیستم. سوال کو ما اهل دروغ نیستیم قندم. ما یک زمان مسیح بودیم. آه چرا بگروزم بودیم حالا نیستم. آه بودیم یک زمان. حدود 3 سال است من در این لایف ها میایم میگم من دین ندارم. حدود 3 سال است، اگر کس مرا دیده که ما رفتیم در کلیسای بیا جایزه میتومش بیا ثابت کو. نکو که باز بچه‌ها کلمه تا میگیرن، اگر چه کسایی که تو فالو میکنن، کسایی که خودت فالو میکنن، من نمیفهم چرا فالو میکنن. اولش بارها خودت ثابت ساختیم کی هستی. ابو هریره من برات گفتم اگر شما در امید دونیم تا 3 سال ثابت کرده که من مسیحیستم، من اینجا در لایف براتون میگم که من مسیحی نیست قندم. بودی چرا متوجه نیستی؟ بودی حال نیستم. خب بیام یک سوال شخصی از من کردی، یک سوال ازت بکنم. اگه شما پرسیدیم کدام شخصی رو پرسیدیم، گفتی در کجا زندگی میکنی، شخصی است برهان. خب منظور من منظورم میخواستم کتاب برات بیارم که بخونی از رویش. صبر دوست عزیز گوش کن. باش خودت که فعلا
24 ساعت خود در لایف هستی، هر روز هستی، هزار جای. این وظیفه چی است؟ تومت میزنه، تومت میزنه. خب وظیفه چی است؟ وظیفه چی است بفرما. من جناب ابوریره از 5 صبح کار میکنم تا آخر شب، ولی جای وظیفه ما و وظیفه ما گفته نمیتونم جدیش، به خاطر که باز مسلمان ها خیلی راحت مرا پیدا میکنن. ولی ایره برات میگم، مسلمان ها راحت پیدا میکنن؟ نکو در قرن 21 سال 2023 سبا پیدات میکنم دیگه. شب دیگه پیدا کو سبا، یعنی او قدر آدم مهم هستی که تو را باید مسلمان پیدا کو سبا پیدا کردی جایزه من میتونید بی همین مسعود که تو را پیدا کرد من پیدا میکنم، مشکل نکنم. خود مادرست دادیم رفیق اومد. خب یعنی از 5 صبح شما وظیفه میرین؟ از 5 صبح خیلی وقتا وظیفه میرم. خب این هفته 5 دفعه در دستاد لایف هم از خانه و از در جای کارتان گوش کو عوض از این ابو ریره جون بیا راجب موجود مردم دیدار از مردم منتظر از دوستی عزیز جدی میگم مردم امی علاقمندان تو گوش که امی علاقمندان تو علاقمندهای تو منتظر از این هستن که امی استاد ما که 24 ساعت بیچاره عرقش میریزه اسلام حرف میزنه می کدام وظیفه نداره، کیره پیسه میته، این نان خود از کجا میکنه، این سوال هایست که برادر دیگه کلگی باید میکنه. نه استادی عزیز میشه امی ما من فالوورت هستم، خیر است ما هم سوال دارم. سوال داری از من؟ سوال چی هست ابو هریره؟ بگو. امی 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 پیسه ای که شما البته در کاری که وظیفه ندارین یا کار نمیکنین پول از امیره کی میتنه؟ از کتابت ثابت میکنم دیگه، از همین کتابت ثابت میکنم که دین مرا تبلیغ بکنین بر رقم میکنم. من میاله میگم من مسیحی نیستم، بازم شلس من آقا جان من مثل شما نیستم، من دروغ یاد ندارم مثل شما. اینه اینه باز توهین کردی حالا خود تومت دارم مرا چند دروغ من دیزانه ثبوت کو ابو هریره، یا صحبت ثبوت کو یا دروغ نگو دیگه، این دروغ هست. اگر مال فلم عکس تا نشان بتم باز میگی من نیستم. آله خو ما برات گفتم گذشته بودیم، آله نیستم. بگیر خوب گوش کو، یک شنبه ها باید مردم کلیسا بره یا نه؟ نه آله نمیره، 95 درصدش نمیره. آله تو چرا بری؟ تو مسلمان 95 درصد ناق نزن دیگه. آله خو ما اگر مسیحی باشم باید برم دیگه. بی یک کار کو، خوب گوش کو، گوش کو ابو هریره، بفرمایش. در یک مانی، در دو مانی، در سی مانی، در یک سال نی، در دو سال نی، تا دو سال برات وقت میتم که یک دانه ویدیو تا دو ساله، یک دانه ویدیو برای من نشان بدی، یک عکس برای من نشان بدی تا دو سال پیش، یعنی تاریخش تا دو سال پیش باشه که من یک جایی گفتم که من مسیحی هستم، یک جای به یک نفر گفته باشم من مسیحی هستم، یک جای ثابت کو، ثابت بکنی هر آنچه بگی همینجا قبول میکنم. تا دو سال پیش یک ویدیو یک عکس برای من نگاه کو. بیا دوست عزیز، اولش خود ثابت میشه، دومش امی کتابی تو کتابت خب میگه اگر رفتم در جایی که رفتم به خدا آشکار نمیسازم که مسیحی هستم، در زندگی نمیگه که حتی برش مثل مسلمان ها برای عقیده نداره که بگه خدا نیست کافر شوه. حالا وقت من میگم خدا نیست، در مسیحیت جایز است در لایف بشینی بگی خدا نیست. صد درصد. صد درصد. صد درصد کسی که دعوتگرش هستی کارا میکنه. خب اینقدر میفهمی در مسیح در کتابش نوشته میگه کسی که مرا انکار کنه، مسیح میگه من در او دنیا پیش پدر او را انکار میکنم. ایره خاندی؟ میگه دیگه خاندی؟ میگه دیگه آیت دیگه هم هست. گوش کن مخ مسیح نیستم، بلا در پس پیش پدرت میشه میره بگو مخ مسیح مسیح نیستم. نمیخوای پیش پدرت بری؟ نمیخوای؟ نمیخوای خدا قبول ندارم. من بیو رای رجان الاخ بزیده است، من مسیح نیستم. من ایش قبول نمی کنم که الله شما در کتاب گفته گوش کن، شما با در قرآن الله شما خلاص شد موضوع، خلاص شد. به این قطعه میتونی به اشخاصی بگی که نشناسی تا دوست عزیز. ببین یک چیز دیگه میگم، تو دمی لایفت هر مسلمان بالا میاری، مسلمان بالا میاری چی میکنی؟ ابو هریره میخوای راجب انسانیت، راجب کودک همسری، راجب تجاوزهای یا دزدی یا غارت پیغمبرت صحبت کنیم؟ راجب دیگه توهین کردی فرار میکنی، توهین کردی فرار میکنی، توهین میکنی. حالا خودت بیشتر گفتی یک کسی بینیش کج است یا دز است، مورد دز میگیم پدی نیست. من از قرآن از تفاصیل احادیث اگر ثابت کردم، اگر گفتم پیغمبرت بچه باز است، اگر ثابت کردم خود دیگه دروغ نیست. خودت گفتی. حالا من لایف قطع کنم توهین میکنی؟ لایف قطع کنم توهین میکنی؟ حالا خب من میگم خودت گفتی اگر ثابت شد خود دروغ توهین میکنی. خودت گفتی. گوش کن. ببین. گفتی. گوش کن.
اگر صاحب توین است اجازه میتی گپ بزنم؟ بزن. حالا گپ خودت پیشتر رد دروغ میگی در میکنی. خودت گفتی ثابت شود توین نیست، گفتی یا نه؟ گوش کن، بار آخرت باشه دوست عزیز که توهین میکنی. توهین میکنی. اگر ثابت شود توهین است خودت. اگر تبان باز حرف میزنیم صبر. نه از این تیر نمیشه. بیشتر گفتی اگر یک کس ثابت شود که دزد است، خب خودت گفتی اگر ثابت شود که دزد است توهین نیست. اگر ثابت کردم که پیغمبر اسلام دزد است توهین است؟ ثابت ساختی ثابت ساختی گفتم بله، دم اول گفتم تکرار نکن. بار آخرت ثابت کردم توهین نیست. اجازه بده حرف بزنم. اگر ثابت کردم توهین نیست، ببین آقای باز من توهینت نکنم، جدی میگم. میگم اگر ثابت نداری توهین نیست یا هست دوست عزیز. ببین بگذار اجازه بده که من چند دقیقه صحبت بکنم، چون خیلی حرف زدی. اجازه میدی یا من نگا به خلاص کو باز گپ بزن؟ اگر ثابت کردم پیغمبر اسلام گفتم بله رد کرده یا بچه بازی کرده توین است یا نیست؟ همه قبول گفت ثابت باز بساز گفتم بار آخرت است کردم نیست توین. درست فرار میکنی؟ فرار میکنی آقای کشش؟ سوال کرده رو سوال میکنی؟ اگر ثابت ساختم، اگر ثابت ساختم یک ناباور، یک ناباور که باز بند میمانه کارش چی است؟ حالا تو جواب بده. میگم من سوالم خیلی ساده است آقای ناباور، گوش کن. اگر ثابت ساختم توین است یا نه؟ اما که جواب بده هست یا نیست؟ اجازه بده حرف بزنم. گفتم بله، میشنوی؟ پس توین است اگر ثابت هم بسازم؟ اگر ثابت ساختی، اگر ثابت ساختی که اینی کار کرده، باز میگم بله اینی کار کرده. ما حرفایت درست نشدم. پس توین نیست دیگه. من اجازه بدید صحبت بکنم. اجازه بدید صحبت بکنم. خب. اولا خود تو چای میخوری؟ چای هم در پیش ما نیست، خیر است. بیبی. ببخشید دیگه. ما بار آخرت باشه که بار آخرت باشه که خب من حرف بزنم یا نزنم. بیبی. اولا که خودت هر چیزی که در مورد اسلام میگی و بهترین و در مورد بهترین شخصیت دنیا که در زمین قدم گذاشته، ای را گوگل تا میگه، ای را عیسوی ها میگه، مایکل هارت، ای را انسان های میگن که دانشمند، عالم، کتاب نوشته کرده، کسی که کتاب نوشتن، خودت خود تصنف معلوم نیست تصنف چند خوند، به من ربط نمی، به من هیچ فرقی نمیکنه که تو او را بد میگی در شخصی، البته در پیش خودت یا در لایفت، هیچ جای از او را کم نمیکنه. در اینجا او انسانی بوده که به مثل از او در زمین قدم نگذاشته. حالا به کسی که طرف فالو میکنن اینمی چالنج داده با کلگیت، خب مال ایران میخوایم صحبت بکنم. قرآن کریم یک سوره مثل شو آورده تونسته؟ نه تونستین. حالا اومدیم سر موضوعی که ما تو صحبت نکنیم. دوست عزیز، ما مثل استاد عزیزم قاری صاحب نیستم، مثل دکتر صاحب سادات و استادای دیگه نیستم که ما با تو بیایم در مورد داخل کتاب گپ بزنم. آقا خدا را قبول نداری؟ این منطق شد دوست عزیزمان میگه خدا اسلام نیست، من کتابش را نقد میکنم. آقا بدر تو قبول کردی خدا نیست، تمام شد. آقا یک کسی میگه خدا نیست، خب کلامش نیست. یک کسی میگه این خانه نیست، من میگه دروازش خراب است، کلیکش خراب است. این بحث ما و تو در داخل دین اصلا معنای نداره. اول آقای کشش، اگر عیسویستی این همین لحظه با تو بحث میکنم. اگر خدا ناباور هستی در مورد خالق با ما حرف میزنی، ما باز از چلنجم به تمام ناباورا که و منبع تا ثابت میسازی اول که منبع اخلاقی انسانیت تو چی است. آیا تو از توهین به تو نمیکنم، اما کسایی که انسانیت میگن منبع تانه بفرماین. خب ما نسل خواهر برادر، به گفته شما ما نسل خواهر برادر، اولا که نسل پیشتر در لایف دکیده بالا آورده بودی، امین نسل خواهر برادر کی حلال حرام میکنه؟ اسلام. آمدیم سر منبع خودت، امی که تو پدر مادرت هست که وقتی که به پسر میری چند نفر میشه برای ما بگی؟ اول خیال 8 میلیارد است. امی که پسر بری به زمان در آخر چند نفر میمونه؟ امیر جواب شده بده که ببینیم که آیا تو هم نسل خواهر برادر هست یا نه، یا ما هستیم فقط. در حالی که سندی هم وجود نداره که ما نسل خواهر برادر باشیم، هیچ سندی وجود نداره دوست عزیز. از هر چی که میکشیم ما برای چالش میتون، سندی وجود نداره. تو از کتابای اسرائیلیات برای ما سند میری؟ بله ما سند وجود نداره که ما نسل خواهر برادر باشیم. بفرما باز در آینده که ما خودت باز بحث میکنیم بعد از خلق ما صحبت میکنیم با خودت. حالا آقای عزیز، میشه برای ما منبع اخلاقی تانه بگوین، منبع انسانیت تانه بگوین که ما با شما در مورد خالق صحبت بکنم. آیا خالق هست یا نیست؟ آیا امی فعلا که در جای نشستی مولکولای تو که دور میخره اتومات دور میخره یا کسی کنترل میکنه؟ امی را ببینیم.
با تو صحبت بکنیم باز دفعه بعد. چی گفتی؟ سوالت رو مشخص کن، راجع به خالق میخوای گپ بزنی، راجع به اخلاق ثابت یکیش انتخاب کن. اردوش اول تو منبع، برادر منبع ما اسلام است، درست؟ اسلام، قرآن، سنت، درست؟ منبع خود شما چیست که در مورد خالق ما تو صحبت بکنیم؟ بفرم، ایتیست هستی؟ اگناستیک هستی؟ کدامش هستی؟ من باور به ادیان ندارم، من باور به علم دارم، به چیزایی که کسانی که وظیفش خب ایتیست هستی؟ اگناستیک ایداده هستی؟ نکن موهای تو میریزه، خواه موهای که ساختی نریزه، موهای ساختگیت نریزه، بازم دلم باز میسون. جناب ابو هریره، پلانایت که تو مرا خراب کنی کار نمیده، او شاید سر یکاب تای دیگه کار بده. تهمتایت بدون سند گذردایت هرچی دوید سر من یکی کار نمیده، راحت باش. لطفا دوستا توهین به مهمان نکنی، خیره هیچ توهین نکنی، خیر از دیگه منبع انسانیت همون ترس دیگه توهین نکنم. ای که مسلمان ها توهین میکنن، من از قرآن ثابت میکنم که قرآن یک منبع توهین به بشریت هست، ولی شما توهین نکنید. آقا سوال ما جواب میتین آقا، ما انسان ها اهل توهین نیستیم دوستان. مسلمان ما میخوایم سوال ما از شما بشنم. سوال ما اینال جناب ابو رایران که هر دقیقه تهمت میزنه، ما اینجا بز پیش لایف میگیم من مسیحی نیستم، ولی خب جناب ابو رایران تکرار کرده میره، من یک زمان مسیحی بودم، حال نیستم دوستان عزیز. ولی جناب ابو رایران شلست که تو هستی، حالا ما ازش خواستیم دوستان عزیز، من خوش ندارم با یک کسی که منبع یا سندی نداره بیاییم راجع به یک موضوعی که بیایی ناق تهمت بزنه صحبت کنم. اگر یک کسی میگه، میگه که جناب آقا راحت هست فلانی. دوست یادی اجازه بده که من جواب میدم. وقت نداری، وقت داری با من صحبت بکنی یا من وقت ندارم؟ چون اگر که وقت دارین شما سوال مرا جواب بدین که من با صحبت بکنم، به خاطر که اگر با من اگر میخوای تری صحبت بکنی تو صحبت دیگه چیز نزدم. گفتی اخلاق ایره میگه که در گپ نپریم، چرا دیگه در مناظره قرار میگیری؟ اخلاق نداری که در گپ مخیز بشو. من انسان، من همه هر چیزی که مرا فکر میکنی آقای عزیز، من ندارم به گپ خودت میگم. خب آقای عزیز تو گپ بزن. ما مثل که در دوستی عزیز، مثل که شما در مناظره فرار میکنین در اون 5 دقیقه تون، لطفا دیگه فرار نکنید. سوال جواب بده که من بیت بفهمم. آقا قبول که عیسویستیم، بحث کنیم بلیاز خدا. امی مردم این امی جا این امی کتابای پشت این امی لحظه در شب تو در وظیفه هستی. وظیفه چی است؟ اسلام. دیگه وظیفه نداری؟ امی بزرگترین دشمن مسلمان ها چی کسی است؟ عیسویت. این امی لحظه عیسوی ها رو که دمی لایفت بیارم عیسویت از دین تو دفاع میکنن، از انسانیت دفاع میکنن، دین اسلام رو توهین میکنن. نام بگیرم آقای جان، آقای محمد، خانم نرگس، هر کسی که در لایفت میایه با همدیگر یک جای میشن، اسلام توهین میکنن. بزرگترین دشمن ما عیسویت است و پت پت خدا پت میکنه، عقیدهش پت میکنه، میگه خدا نیست، مردم فریب میده، مردم چال میده. این همین لازم برات موبایل خالق داره، ببینین سیستمش کمپلکس نیست و قدر این خالق داشته. انسانی که من حرف میزنم خالق ندارم، مردم بازی میتن. بفرما آقا سوال ما جواب بتین، من بیتانه بفرماین، میشنم از شما، من بیتانه بفرماین. باز ما و شما موضوع اخلاقیات خالق با شما حتما ما بحث میکنم. و یک چیز دیگه میبخشین، امی اگر استادش میگین، استادتانه میگین، آقای شفیار نمیدانم استاد شما هست یا نیست یا دوستتان است، اما انسان هم بگین که در یوتیوب خیلی لایف میایه. امی چالنج ما براش دادیم که چی وقت امی چالنج ما رو قبول میکنه که با ما یک مناظره داشته باشه که امی خدا هست یا نیست، که ما باز با شما با هر کسی دیگه که هست. شما خود فکر نکنم شما با ما بحث بکنین، مناظره بکنین، فرار میکنین از من بتون. حداقل اون میگه خدا هست، با ایشان بحث بکنیم نزدیکتر است، کدامش را قبول میکنین؟ و سوالم هم جواب بدین لطفا. خوب بفرمایید. میشن وقتی که جناب وقتی جناب ابو هریره گپ میزنم، ما کوشش میکنیم که هم ادب را رعایت در گپش خیز نزنیم، ولی هر دفعه که ما شروع میکنیم جناب ابو هریره که خودش هر گپی که ادعا کرده ازش پرسان کردیم بدون سند، هیچ سندی رو نداده،
حالا بازم برش میگم، پیشترم باز به من تهمت مسیحیت زد که تو مسیحیستی. نه بانو مرگس، نه محمد، نه نصیر، هیچ کدام از این مسیحیات حالا نیومدن بگن ما مسیحی نیستیم، یکیش تا نگفته. پس من هم اگر میبودم ترس از تو بترسم آخر یا از اسلامت بترسم که من بیایم بگم من نیستم، ترس نمیداشتم عزیز دل. من برات گفتم تا 2 سال پیش یک سند بیار که من مسیحیستم، من نوکرت، هر چی بگی قبول میکنم. فکر گب زدن و تهمت زدن کارت است دیگه، چرا تهمت میزنی بدون سند؟ یا سند ارائه کو یا معذرت خواهی کو جناب ابو هریره، یا سند ارائه کو یا بگو تو یک مسلمان هستم که اسلام به من یاد داده تهمت بزنم بدون سند. درست؟ غیر از این اصلا درست نیست. من به شما تهمت نمیزنم تا یک چیز را نتانم اثبات کنم. من به شما نمیگم که شما یک بی سواد هستی تا زمانی که نتانم برای شما ثابت کنم. من اگر بی سواد هستم، شما یک ویدیو میاری میگی اینی نمیفهمه که 2 2 4 میشه یا 2 تا کچالو 2 تا پیاز نمیدانم. متوجه شدی؟ من باز هم میگم آقا جان شما بیا بگو بی سواد، ببین منطق و عقل یک انسان باید قدر باشه. مثال برات میگم، اگر یک کسی ندانه که چطور یک وسیله را، یک چیزی را، یک بخش از درس استفاده کنه، اون شخص بی سواد نیست. در اون شاید، در اون بخش شاید او قدر نداره، چنان که من اگر ازت سوالات خیلی ساده از خیلی موضوعات بکنم شاید ندونی، ولی شما بی سواد نیستی، در اون موضوعات شاید آگاهی نداری، شاید ریاضی من خوب نباشه، هیچ مشکل ندارم، من ترس ندارم. من وقتی میایم با شما گفتگو میکنم، میخوایم به تو مگر دگفم خیز نزنی، این تهمتی که زدی جناب ابو هریره، اومدی به من تهمت میزنی در لایف، باید بتانی تهمت را ثابت کنی. خب وقتی میایی میگی مسیحی باید ثابت کنی. شما ویدیویی میاری از 3 سال پیش، 2 سال و نیم تا 3 سال پیش که من گفتیم خودم براتون میگم من مسیحی بودیم، حالا نیستم. پس ما برات شما یک تحدی دادم، گفتم تا 2 سال پیش برای من ثابت بسازی که من تا 2 سال پیش، خوب گوش کن، تا 2 سال پیش رفته باشم داخل کلیسای، با کسی صحبت کرده باشم که گفته باشم من مسیحی هستم، یک دانه ویدیو، یک دانه سند، یک نفر شاهد راست، البته نه شاهد مسلمان، یک شاهد راست مسیحی که گفته باشم من مسلمان مسیحی هستم، یک دانه سند بیار. و اگر نه ای را باید قبول بکنی که شما با عنوان یک مسلمان یک تهمتگر بیش نیستی. این حالا میرسیم به جواب شما. منبع ما انسان ها عقل هست، نه عقل فردی، بلکه در یک اجتماع عقل دست جمعی. مثلا چون میدانم پیش از پیش میخوای چی بگی، مثلا شاید عقل ما برای ما بگه، مثلا از منی از یک انسان بگه دزدی کار خوب است، ولی به همین خاطر خیلی از انسان ها هستن که همین گپ را میزنن، چی مسلمان، چی ناخدا باور، چی غیر باور، میگه آقا جان برای من خوب است، من دزدی خودم میکنم. به همین خاطر ما یک به اصطلاح یک مجموعه داریم. مجموعه چی است؟ کسانی هستن، دکترها، کسانی هستن که قانونگذار هستن، میگن همه عقلهای خود روی هم میگذارن، میگن اینی کار او شخص شاید فکر کنه درست است، ولی چون ضررش به کسان دیگر میرسه، ما میاییم میگیم این کار غیر قانونی است و غیر عقلانی است و باید او شخص یک جزای ببینه به خاطر از این کارت. پس عقل فردی مطرح نیست در یک جامعه، بلکه عقل عمومی، یعنی از یک گروه خاص استفاده میشه که در هر سری شرایط یک سری قوانین را میگذارن. این جواب سوال شماست. این حال اگر میخوای راجع به عقل صحبت بکنیم، من میتونم از شما سوال کنم منبع عقلی شما چی است جناب ابو هریره؟ من حرفت رو تایید کردم که میگی، هنوز من حرفت رو تایید کردم، چون در خودت چی گفتی؟ ابو هریره جان من منتظرم عزیز دل، او کسایی که عقل داشته باشن ازش بتونن استفاده کنن میدونن من چی گفتم. من منتظر تایید شما نیستم جناب ابو هریره، من اینجا نیستم که شما تایید کنی. خب شما سوال کردی و من جواب ارائه کردم، حالا راضیستی یا نیستی اصلا برای من مطرح نیست، حالا شما جواب بدید عقل شما، منبع عقلی شما کجاست جناب ابو هریره؟ دوست عزیز او چی اگه سکنم را آن کردن ولی از خودت ولی همی لازم نکن که سن باز میگن که ولی در این وقت موید سفید است. چند سال پیش گفتی در کلیسا بس تمام کردی کلیسا؟ 2 سال پیش سند بیار، تاریخ داشته باشه تا 2 سال پیش بکش. والا خوی امی موی سرتم دم وقتم سفید است، یعنی یه قدر کنم معلوم نمیشه ویدیو.
خب به هر حال ما یک سباز به دوستان نشان میتم که ثابت شود. نشان بده. خب یک آر دراپش بکنیم. خب اما اگر فقط ویدیو کامل باشه. باید یک باشین که ما یک ایده اول یک درست بکنم. خیر است. اینا این یک عکسک برای ما روان کردن که آقای مهراج در پلیتاست خند را تا دو سال باید ثابتش کن جناب آقای صحبت نکنیم سعیز حالا شما گوش کن تا دو سال ثابتش کرد که هرچی بگی قبول میکنم بگی امور تاریخ شده که بگذاریم من خودم پیدا زمانی که چلین میتی گوش کن چلینج که میتی مثل قرآن چلین بته مثل قرآن کریم چلین بته بگو اگر تا روز قیامت یک سوره مثل شا آوردین بفرمایید اینه تو چالن بده نه اینکه بعد دو سال سه سال چهار سال اگر آوردم بر صورت سوال کردی بخوایم اول در مورد همی حرفی که خودتان زدین گفتین که یک چیز دیگه هم بگم میبخشی کوتا آل من مسلمان هستم میخوایم یک در منطقی فکر کنیم من مسلمان هستم نه 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 از نگاه من نه بسیار عالی میشه شاید مسلمان باشین ولی تسلیم شده چه کسی هستین من نمیدونم مسلمان نمی تسلیم شده یک زمان من مسلمان بودیم دیگه درستش من نمیدونم بک‌گراند خودت من نمیدونم مسلمان بودی یا نبودی بورا من نمیدونم شاید هم نبودی قند ما یک زمان مسلمانم بودیم ایلا کردیم یک زمان جوانیاتون بوده نه آفرین یک زمان مسیح بودیم ایلا کردیم ولی حال وقت به زبان براتون میگم کسه مسیحی که بیایه انکار کنه یا مسلمانی که بیایه انکار کنه که من مسلمان نیستم یا مسیحی نیستم یا یهودی نیستم و از این خود عمو دقه برگشته دقه تهمت که دیگه که شما بر من میزنید آره بعدن بگو یادداشت بگو بعدن بگو فعلا نوبت من سر میزنی در نوبت من حرف میزنی خودت میبخشی برو اینا بام برد وقت میگی تو از عیسویت حرف میزنی پس اگر از عیسویت حرف میزنی پس پیامبرتون پاولوس هم کافر است تری با دین خودش حالا ادامه بدم صبر کن آقای کوروش آقای کوروش پیغمبر کی است تو برام میگی پیغمبر کی است که هر کس کتاب آورده هر کس کتاب دینی آورده یک دروغگویی بوده که فقط سوء استفاده کرده چی پولوس بوده چی پیغمبر اسلام بوده چی آدم بوده کلشان دروغ ارسطو دروغگو همی کسی که تیوری بیگ بنگ گفتم دروغگو اول تایم میگذاری خب تایم ما برات میگذارم بگذار ما تایم بگذارم تو چرا بگذاری همیشه این دفعه این بار بان مسلمان ها برات تایم بگذارن ها بگذارم برات چون دا ما هر وقت که من گفتم آغاز میشه آغاز میشه صبر کن یک نزید با مسلمان های خیر مهربان تو رو درو شده بدی باش که با یک مسلمان یا عادل تو رو برو شو خب به هر صورت برو خیلی خودت بگی که باز خفه نشی نگی که ابو هریره مرا دوباره بگی آفرین خب به هر صورت دوست عزیز خودت شما گفتین که ولی قبل از اینکه شروع کنم هر حرفی که میزنی از دین پیامبر ما فعلا نزن به خاطر که ما تو شخصی صحبت داریم به مجرد که ذره بی‌احترامی کردی به این معنی که تو فرار میکنی و میخوای که لایف هم مقطع کنم ای را یادت باشه چون من هیچ هرگز اصلا نمیتونم بشنوم دیگه شبان این مهم است برای من به هر حال خب دوست عزیز شما گفتین که خوب بعد جامعه انتخاب میکنن یک گروهی از جامعه دکترها و نمیدانم قانونگذارها فرد نمیتونه که خوب بعد خود بفهمد به حرفایی که شما میزنین از عقل خود استفاده کردن نمیتونه حالا ما یک مسلمان زمانی که بر ما میگن که با اینی پسر خواب نکو حرام است ایره پروردگار ما در قرآن کسی که مرا خلق کرده قوانی نگذاشته قبول میکنم من بیم حالا ما برم یک کسی که دین انسانیت میگه ازش بپرسم آیا تو راضی هستی که مثلا با هیچ نوع قوانینی وجود نداره حالا این قوانین نگرفتن رسمی ساختن در انگلستانی که من هستم ازدواج میکنن هیچ مشکلی نداره پارتنرز خب اینا ازدواج میکنن حالا این را ساینس ثابت ساخته که این کار ضرر داره من از گوگل هم برات میگم از هر جایی میگی همجنسگرایی باعث میکروب های بسیار خطرناکی میشه انسان ها شاید به مرض های مبتلا میکنه نه یک کسی که میگه که من به خوب ما دیما اخلاص اشتباه میکنه دروغ میگه چرا؟ به خاطر که هیتلر، ستالین و اشخاصی که امروز آدم میکشن
اشخاصی که دزدی میکنن، خانه آقای معراج امام علی دزدی میکنه، انسان جور و تیاری است. میگه دوست عزیز تو چرا دزدی کردی؟ میگه چون عقلم خواست و من نیاز داشتم. هیچ وقت نمیگه کار خوب است یا بد. اگر آقای معراج بگه تو چرا دزدی نمیکنی، میگه کار بد است به خاطر که عقلم. میگه چرا کار بد است نمیفهم. ببینین منبع اخلاقی را تو اگر ثابت ساخته تانستی، من میگم نوش جانت. منبع اخلاقی نداری، منبع خوب و بد نداری. حالا قرآن کریم، من چرا منبع اخلاقی میگم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم با نوساله ازدواج کرد. اینا میگن قبل از سال 1969 هیچ قانونی وجود نداشت در رابطه با یکی 18 ساله باشه. ببینین قانون انسانیت براتون من میگم، اینال قانون انسانیت، یک دختر در سن 15 سالگی به بلوغیت میرسه عقلی و جسمی. این دختر خانم بیچاره 3 سال باید منتظر بانه که تا 18 ساله شوه بعد ازدواج بکنه. حالا اینها یک روش بهتری را انتخاب کردن که دختر خانم باید از 12 ساله، از 12 سالگیش با 20 تا بچه همخوابی بکنه، نیاز خود برطرف بسازه و بعد از اینم که 18 ساله میشه 20 تا شوهر هم اعلام میته یا 20 تا خانم طلاق میته. از نگاه انسانیت از اینها، اینها میاین دین اسلام توهین میکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنن. چرا؟ مگه کار خوبی نکرده با دختر 9 ساله ازدواج کرده؟ حالا آقا همین کار که بد است از نگاه انسانیت شما، چرا در سال 1969 و از او پایین تر دخترای 10 ساله، 9 ساله، 11 ساله با 20 ساله، با 25 ساله ازدواج میکرد؟ هیچ مشکلی نداشت؟ آیا او مردم اشتباه میکردن؟ آیا بیعقل بودن؟ نه، نه بیعقل نبودن. امروز این ما از نگاه ما امروز اینها بیعقل هستن به خاطر که اصلا یک قانون مزخرفی هست که اینا گذاشتن. حالا ادامه میدم. اولین دختری که حامله دار شد در سال 2010 در کشور تایلند یا چین بود. در سال 2010 حامله دار شد در سال 2023. الان منطق شما من سال 2023 را با 1400 سال پیش مقایسه میکنین و توهین به بهترین شخص میگذارین که پیدوفیل بوده به گفته شما. ببینین این یکی از ظالمانه ترین انتقاد و یکی از بی‌منطقی ترین انتقادی که در زندگی ما دیدیم امی است. بعد از کدام سال؟ سال 1970 اولین قانونی کشیدن 18 ساله. این شبهه ای را که اسلام ستیزا و عیسوی ها در اسلام قرار میتن از اموجا آغاز شد. چرا اگر این بد نبود، چرا در اون زمان بد نبود؟ چرا ابو جهل یک روز نامد نگفت کار بد کردی؟ ابو لهب نامد کار بد نگفت؟ اونقدر مشرکین که او را دروغگوی گفتن، جادوگر گفتن، چرا نگفتن که تو با یک دختر 9 ساله ازدواج کردی؟ سوال از اینجا. حالا این منبع ماست که گفته. دوست عزیز، شما حتی من مار از منبع خود ما نقد میکنین و خودتان منبع ندارین. و می خاطر این موضوع رو ما میخوایم خاتمه بتم با خودت این میجره که دیگه هیچ وقت اسلام نقد نکو تا زمانی که به دوستات، به کسایی که تو را میبینن، امی 1000 نفر 500 نفری که هر روز تو را میبینن، امینا از تو باید یک سوال بکنن. آقای معراج، امی منبع خودت چی است؟ اخلاقیاتت که ما بدونیم که امی کار بد است یا خوب است. اینی خیلی مهم است. چند دقیقه صحبت کردم، برای من نشان بده. باز خودت هم قوخ مامو 5 دقیقه و 15 ثانیه 5 دقیقه بگیرش صحیح. با این که دوباره زدم از اونجا که شروع کردی، باز از اونجا پس شروع کردم. اجازه است میره ریست کنم بزنم؟ اجازه است؟ یک لحظه صبر کن، ما برات وقت تا میگیرم. صبر کن ما وقت تا میگیرم. یک لحظه میتونی صحبت کنی، خیر است، مشکل ندارم. ما برات وقت هم میتونم، مشکل ندارم. اینم مینه بفرما اینو شروعش کردم. بفرما دوستان عزیز. جناب هریره عزیز میگه که شما منبع اخلاقی ندارید. تا قبل از مسئله را کشید به ازدواج پیغمبر و عایشه و بعد از این صحبت کرد که شما دخترها را از 12 سالگی میگی این کار را بکنن که تا 15 سالگی که به سن بلوغ عقلی و فیزیکی میرسن به اصطلاح تا وقت نمیگذاری و این کار اشتباه هست. دوستان عزیز، جناب ابو هریره میگه یعنی اشتباه است که کودک همسری نیست، باید باشه. بیایی راجع به خوب مسئله به اصطلاح اشاره به خوب مسئله کرد. بینی دوستان عزیز، اگر یک کار در گذشته صورت گرفته و اشتباه بوده، ما انسان ها به این نتیجه رسیدیم تاله که این کار نادرست بوده. هر کسی که کرده در گذشته نادرست بوده که حالا تغییرش دادیم، یعنی عقل بشر به این درجه رسیده که این کار اشتباه بوده که تغییرش دادیم.
خب و یک مسئله ای که باید در نظر بگیرید دوستان عزیز، یک فرد 51 ساله جناب ابوهریره با دختر 9 ساله ازدواج کرده نه. پیغمبر اسلام نظر به حدیث بخاری 51 53 51 34 با دختر 6 ساله عروسی کرده، در زمانی که او اصلا به بلوغ نرسیده بوده و 9 ساله او را به خانه خود برده و خود پیغمبر 54 سال بوده. این تفاصل سنی که 45 سال میشه دوستان عزیز، 45 سال بزرگتر از یک دخترک باشی که وقت عایشه به 18 سالگی میرسه پیغمبر اسلام از دنیا میره، یعنی یک دختر 18 ساله به هیچ کس میمونه و حق ازدواج هم نداره، یعنی بدبخت و بیچاره میکنن دختره، به خاطر که در قرآن میگه که اونها مادران مؤمنین هستن، پس کسی نمیتونه با مادر خود ازدواج کنه. و حالا آیات دیگه است، من منتظر هستم چون اشاره کرد، چیز دیگه نمیگم تا با ثبوتش از خود قرآن احادیث برش بکنم. ای از این مسئله. پس حالا اگر دوستان عزیز عقل انسان ها به این نتیجه رسیده که کار نادرست بوده که کسان در گذشته کردن، پس پیغمبر اسلام کار نادرست کرده دیگه، چی فرق میکنه؟ یعنی الله و پیغمبر نمیدونستن که کار اشتباه بوده که اجازه دادن، یا نمیدونستن که بعدنها این کار اشتباه است که ای اجازه را دادن؟ چون ببینید دوستان عزیز تفاصل سنی خیلی زیاد هست و انسان ها نباید این کار را بکنن، یعنی بلوغ یک فرد باید هر دو فیزیکی و عقلانی باشه. این که در مدارس یا دخترای کوچک در غرب چی کارهایی میکنن، کس اونها را نمیگه بریم بکنی، تمام پدر مادر و مخالف از این موضوع هستن، هیچ وقت اجازه نمیدن و اونها حتما پنهانی این کارا میکنن. ولی جناب ابوهریره خیلی واضح میگه که شما این کارا میبری بکنن، هیچ کس نگفته دختر 12 ساله خودت که برو رابطه جنسی داشته باش، اگر داری باید منبع به اندازه کافی بیاری. جناب ابوهریره میگه یک دختر در سال 2000 فلان اومده اولاد دار شده، شما یک دانه دختر را، شما باید یک دانه دختر را بیاری ثابت کنی برای تمام مردم که به خاطر که یک نفری کار کرده، یک نفری کار کرده تمام مردم دنیا کرده. خود این گپتان هم یک دره نادرست است. حال به نظر این جناب کار عایشه و پیغمبر درست بودن، یک کار کاملا غیر اخلاقی بوده، عقل انسان ها به او درجه رسیده ولی عقل اسلام به مون 1400 سال پیش مانده. مثل که جناب ابوهریره شما باید سوال میکردی، شما راجع به این موضوعات من نوشته کردم کلشه که شما صحبت کردیم، من جواب دادم براتون. منبع اخلاقی ما وقتی گفتی که درست نیست، من براتون همه اینا رو تشریح دادم جناب ابوهریره. ببینید استالین و هیتلر رو همه بد میدونن، همه بد میدونن، یک نفر نمیگه که استالین خوب بوده، و اگر یک گروه خیلی کوچک باشه تمام مردم نیستن که او را درست بدانن، کارشان اشتباه بوده. حال جناب ابوهریره قند، من براتون میگم منبع اخلاقی ما، بازم براتون میگم عقل ماست، بازم براتون میگم یک گروهی هستیم ما. مثال میگم هر قانونی که در یک کشور مانده میشه او قانون، شما راجع به همجنسگرایی گفته، ببینی کار اگر نادرست است یا درست است قانون شما را اجبار به او کار نمیکنه که بکنی، ولی برای شما میگه اونها را احترام بگذاری، برشون کار نداشته باشی. شما نکو جناب اوریره، من نمیکنم، خوش ندارم نمیکنم، شما خوش نداری نکو، ولی قانونی که گذاشتن برای همون افراد گذاشتن که خوش دارن. چرا؟ چون از نظر ذهنی او افراد خودشان به این نتیجه رسیدن که این کار چی است؟ برشان اوکی است یا خوش دارن، علایقشان هست. پس علایق یک نفر به من مربوط نیست تا زمانی که اجبار نشه روی من. متوجه شدی جناب ابوهریره جواب سوال که پرسیده؟ علایق انسان ها مربوطشان میشه قانون، علایق نظر و علایق انسان ها قانون را میگذارن ولی اجبار نمیکنن روی هیچ کسی، و او کسایی هم که او علاقه را به اون موضوع دارن نمیتونن اجبار کنن روی کسی. این هم جواب شما دوست عزیز و وقت ما خلاص. بفرمایید 5 دقیقه و 11 ثانیه شد. بفرمایید وقت ما را میگیرین. بفرمایید. زنده باشید. شکر. ببینین دوستای عزیز، من این آقای کروش را گفتم که در رابطه با منبع ما صحبت نکنین، پیامبر را اسمش را نیارین، خانمش را نیارین. باز رفت کار خود کرد، البته چانس آخر است برش، مشکل نداره. ببینین دوستای عزیز، من سوال کردم گفتم که همین کار که اینا انجام دادن، این کار که اگر بد است از عقل شما، برای من همین منبع اخلاقیتان که میگن انسانیت، حالا همجنسگرایی را به خاطر چی مثال دادم؟
حتی ما بر در مورد قوانین تو اصلا بر ما چیزی نگفتی. ما گفتم در سال 1970 به پایین اینمی مردمی که قانون می ساخت، اینمی مردم قانون ساخته بودن، اینمی مردم از عقل خود استفاده کردن، گفتن که با دختر 8 ساله ازدواج کردن مشکلی نداره. حالا اگر من لست برات بکشم، آمار امریکا و کشورهای دیگر برات بکشم، باز رد میکنی، مثل که تیوری بیگ بنگ رد میکنی، گسترش کائنات رد میکنی، علمای ساینس رد میکنی، به خودتان یک علم هستین البته، شما میایین اون را رد میکنین دیگه، ما چیز گفته نمیتونین دیگه، شما علمتان خیلی بالاست، تلسکوپ روان کردین، دیدین همه چیزه. به هر صورت حالا ما میگیم که اینمی 1400 سال پیش با امروز در منطق انسان جور نمیه که من بیام قضاوت بکنم. حالا باز شما میانم و مسائل غیر منطقی غیر عقلی را باز میگن. حالا باز دوباره میام سر ازم دختر که چرا یک 10 ساله تولد میکنم، چرا، به خاطر چی؟ آیا این طفل است؟ آیا این نمیدانم به سن بلوغت رسیده نرسیده؟ اگر این را من 50 سال بعد اگر من زنده باشم، یک اولاد ما بیان میگه که کار بد است، به خاطر که ندیده، در حالی که هیچ کار بدی نیست. یک 12 ساله زمانی که ببینین اینها پیشتر، چرا ما موضوع همی بلوغیت آمد، اینها میفرمایند به یک دوست ما مسلمان بود، البته در لایف آقا آمد و یه آدم گفته که ادعا کردن که نه باید 18 ساله باشه. خب در اسلام قوانین داره که گفته هر کسی که به بلوغیت برسه عقلی و جسمی، چون یک نکته را یاد کرده که نرسیده بود، گفتی به بلوغیت نرسیده بود، و یک دروغ دوام هم گفتی که در 60 سالگی ازدواج کرده، گفتی یک دروغ دوام هم گفتی در این مورد، دروغ نگوی جا. خب اینجا و لایف های مسلمان های نمیه که هر چیزی که تو بگوی بشنوان و معلومات نداشته باشن. البته حالا دوست عزیز، چون من نمیخوام خسته بسازم تو را، همین منبع اخلاقی تا که میگی عقل است، میشه بر ما یک سند بر ما بکشی و یک ثبوتی بکشی که از اولی که انسان ها بوده اینمی منبع اخلاقی تو هم کشتن بد میدیده، دزدی را بد میدیده، نمیدانم در گذشته خو همخوابی با مردم بد بود، در دینی که کشورهای انگلستان اجازه نمیداد، کسی که با امروز روسیه و چینی کار کرده، چین میگه که ممنوع است، روسیه میگه ممنوع است، اینا هم از عقلشان میگه. ما روسی ببینید، سوال است، روسیه میگه بد است، انگلیس میگه خوب است، هر دوش یک کشور آزاد، عقل دارن، پارلمان دارن، قانون نیسازن. حالا عقلی از اینا راست میگه یا عقلی انگلیس، کدامش راست میگه؟ این نمیشه بر ما. اگر در آخر سوال تا دوباره تکرار کن. من گفتم که روسیه ممنوع قرار داده چی را؟ انگلیس همجنسگرایی را، انگلیس میگه بکنید مشکل نداره. حالا ما بیایم روسیه میگه کار بد است، انگلیس میگه کار خوب است، کدام از اینا را من قبول کنم؟ آیا کار بد است یا خوب؟ میخوام از شما بشنوم. و در رابطه با منبع اسلامی اصلا صحبت نمیکنی، که چون توهین میکنی، نام میگیری. گفتم چند دفعه گفتم که باز من لایف قطع میکنم، حوصله شنیدن شما ندارم. ما به صورت احترام میگذاری، خود گپ دیگه است. بفرمایید، اگه من دقیقه هم کم است، بازم قبول شما یک دقیقه وقت داری، برو من چون استاپ کردم که گپ بزنی، یک دقیقه وقت داری بزن. به هر صورت منبع اخلاقی برای ما، شما برای ما مهم است. هر زمانی که ثابت ساختن که عقل شما 100% خوب و بد میفهمه، خوب و بد تفکیک میکنه، دزدی را کار بد نمیدانه یا میدانه، اینمی را برای ما ثابت ساختی، ما خود در موارد تمام آیات قرآن کریم بحث میکنیم، سوره نساء، سوره عذاب، هر حدیثی میگی من با تو بحث میکنم، هر زمانی که منبع اخلاقی ثابت ساختی. حالا من نمیرم سر خالق، او خود کلگی میدانه خالق، خودت هم میدانی که خالق وجود داره دیگه، شبا خوابت نمیبره که آیا خدا وجود داره نداره، وجود داره نداره، شبا خوابت نمیبره، اینم من میدانم، اینم من بیخی میدانم که شبا خوابت نمیبره. آقای کشش، البته کشش، آقای کشش معراج، بفرمایید. خیلی خوب، یک 10 ثانیه وقت داشتی برای اینکه تصمیم گرفتی که فدای تو، بفرمایید، فدای مکنی. جناب ابو هریره میگه که اسم پیغمبر را نیار، از منابع ما استفاده نکو، ولی راجب میای به من میگه دروغ گفتی. من باید دروغ، ای که من دروغ گفتیم در همین لایف ثابت شود، چون خیلی گپ خوب زد، گفت که در 6 سالگی ازدواج نکرده پیغمبر اسلام، و کسی که معلومات داشته باشه با او نمیتونه. من بی ادبی میکنم، دوست عزیز،
ما به ادبی میکنم. اگر که ادامه میتی ما به ادبی میکنم. به ادبی که خیر مشکل من ندارم. من میخوام خیر است، من خدافظی میکنم. جواب سوال ما میتی، من جواب سوال ما منتظر دارم. تو مثلا دو خدا ارائه کنم اول. ما نه، تو گفتی که تو گفتی که بلوغیت نرسیده بود در سن 9 سالگی، گفتی به بلوغیت نرسیده بود، دروغ گفتی. در اسلام قانون داره. اسلام چی میگه؟ میگه هر زمانی که خوش بود ریاضی خوش بود برات گفتی در 8 سالگی ارزش صحبت کن. اگه میخوای لایف قطع کنم می فرار میکنی از منبع اخلاقی داری معامله صحبت کن. از منبع اخلاقی دیگه من خودم تمیز کنم. دروغ دروغ صدای تو نبیه. مسلمان ها سفر لایک بکنین، چون صدای زیاد هم من نمیشنم فعلا. سفر لایک بکنین دوست عزیز، کتاب دیگه مردم برسه. امروز وقتش هست که با جناب ابو هریره نوبت ما دروغ های از اینا رو ما برملا میکنیم. جناب ابو هریره نوبت زمانی که حرفش تمام شد باز میره بذاری حرف بزنه با خودش. جناب ابو هریره نوبت ما هست یعنی حله که خب چقدر بی ادب. سفر لایک بکنین مسلمین. خود مسلمینی که دو لایف میره، دو لایف اگه بیننده سین بدانم که در سوره نساء 140 ابو هریره پروردگار میگه که در جایی که به پروردگار و سالگی پیامبرش توهین میشه، اگر دو جا بودین شما یکی از اونها هست. در لایف ملحدین نرید. عایشه در راه به درام من اومد توهین های آدم گپ زدم میرم میشنوه. When she was 6 years old. و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا. ببینه عربی چه ببینه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام سفر لایک بکنید مسلم. انا عایشه امروز امروز روزی هست که یه آدم باید معلوم شه که عیسوی است. 6 ساله بود و ادخلت علی بازی میته. خدا کمک نمیکنه. سالگی دوست خدا نمیفهم خدا نمیفهم نیست. چقدر بی ادب است یا ابو نیست. ابو هریره جان خیلی بی ادب است. یعنی چی نیست؟ ابی هریره اینی خالق داره. ابی هریره ابی هریره خالق نداره. ابی هریره سفر لایک بکنین دوستان. چقدر ترسیدی؟ از اول باید میگفتم خو نگفتم. خیلی ترسیدی ابو هریره. ما اصلا نمیخوام توهین بشنوم دوست عزیز. خیلی تر ابو هریره حالا خودت گوش کن. ابو هریره قند وقت خودت است. من نمیخوام به احترامی با وقت تو بکنم، بی ادبی بکنم. تو قصد نمیمونی به گپ بزنم. من بی ادب و بی اخلاق مسلمانم. خو اخلاق مسلمان یعنی بی ادب و بی اخلاق. تو ملکه دی اخلاق تسکیه گرفتی گفتی منبع اخلاقی دارم قرآن اینه که تو ملکه کردی. ببی آقا اون نشان دادی گفتی من بی اخلاقی است در گپای مفتی زدی من بی اخلاقی. خیلی بی اخلاق هستی که من بی اخلاق هستم. اینا خودت میشه که من بی اخلاقی تا به مردم ثابت خوب. بسازی دوستان عزیز بفرما. حالا سوال من سوال من جواب بده لطفا. سوال جناب ابو هریره میبینه به خاطر از اینکه آمد در لایف به من چی گفت؟ گفت دروغوی هستی پی عایشه 6 ساله نبوده. من برش از کتاب صحیح البخاری حدیث 51-34 ثابت ساختم خب که عایشه 6 ساله بوده که زیاد کرده. دوستی عزیز گوش کن، ما سوال مرا جواب بده. من نگفتم دروغ میگی. دوستی عزیز تو میگی که لایف ثبت بالغ نبود. کسانی که لایف ثبت کردی اینی میگه پر که حالا میگه نگفتی من بگذاری نه رحم یاب مسلمان های در بیشتر بره به خاطر که در آمد به من گفت تو 6 سالگی ازدواج نکرده و بی ادبیشون بگذاری که مرا گوش کن گوش کن گوش کن ما خود کپ خود ثابت کردیم. بگذار دوستا ثابت کنم جناب. اگر مرا تو اجازه میتی من حرف بزنم وقتتون تمام شده. اگر چی باز برات وقت میتم از خودم مشکل ندارم. مثل تو بی عدالت دروغی نیستم. البته دیگه دروغایت میگم دروغای دیگه تا میگم. یک انسانی که ادعا میکنه انسانی که ادعا میکنه که انگلیسی را میفهمه میای قصدن پروهبیت تا ممنوع نمیگه میگه اجازه است. یک کسی که انگلیسی را میفهمه مثلا من بیایم زبان فارسی است یا میایم اشتباه میکنم اجازه را میگم نه اجازه نیست. خب این مسائل است که طفلا را بازی میتی. البته آقای معراج وقت تمام شد بیبی جواب سوال من ندادی برات وقت میتم. میشه برای ما بگی که آیا روسیه کار درست کرده یا انگلیس؟ امیر جواب بده. فرار میکنه بلیاز خدا. سوال من قی فرار میکنه. میگم آقای معراج اینا ما آدم کشتم آیا کار ما بد است؟ میگه بد. خب بفرمایید از کجا فهمیدین کار بد است؟ در آسیا روسیه که گفتی غیر قانونی است. در خود بیبی ویکیپیدیا ببینی ویکیپیدیا یک چک چک بذارین ویکیپیدیا چی هست؟
لیگل چی است؟ قانونی. خب ای هم از این دروغه که گفتی جنابه، کدام دروغه تا دیگه ثابت کنم عزیز؟ آقای کروش اما کلیسا برای دیاد نداده که زمان، کلیسا برای دیاد نداده که به یک مسلمان، به یک مسلمان زمانی که سند میاری حداقل یک سند علمی بیار، از یک سایتی معتبر بیار. والله ویکی‌پدیا میگی، من میگم بیادر بخزم برم خانه یگان جای دیگه برم. بلیاز خدا این خنده نکو که کلگی میشناسه تا. بلیاز خدا مردم بازی نته آقای میران، در تابرو مانده بی لایف، در تابرو مانده بو ریره آبرا در آبرو. الحمدلله ما تو هنوز ما تو هنوز یعنی در سوادش در علمش دیگه آبرو برش نموند. برای من میگه دروغ گفتی که عایشه 6 ساله بود وقتی برش کتاب نشون بودم. بان یک دفعه دیگه یک حدیث من بخونم دیگه، حدیث میخونم دیگه. آقای کروش گوش کن، یک حدیث دیگه میخونم. آقای کروش گوش کن ببینین، زمانی که یک شخص میایه از ویکی‌پدیا برای ما منبع میاره در حالی که منبع رسمی هم نیست، ویکی‌پدیا را نمیلازم من میرم ادیت میکنم، آقای میراج میخونه به مردم توضیح میده. آقا تو یک سند با آقای ذوالفقار، یک تا دیگه که مثل خودت کافر است، کافر با کافر بس کرده بودین یک وقت، با او تو آوردی گفتی که هیچ چیز، اینا دانشمندا آمده از هیچ چیز چیز درست کردن. خب دوستی عزیز ایجا، اگر تو 1000 نفر بازی میتی، تو نمیتونی هیچ وقت یک مسلمان بازی بتی. مسلمان تو را از امو ساینس ما کم میگیره. حالا من یک سوال دارم، میشه برای ما بگی که همی قلب های فکر میکنه؟ یک سوال از شما دارم، یک سوال دارم، میشه جواب بتین همی قلب، آیا قلب فکر میکنه؟ دوستان عزیز بگذار یک حدیث دیگر هم براتون نشان بدم. فقط کارشی است، حدیث نه علمی. کتاب نکاح از چی؟ از صحیح مسلم 14:23. بند میکنم یا آقا را خیر است. سفر لایک بکنین. امروز من به سوادی آدم ثابت میسازم. مسلمان اپوستول ماری تل به سوادی ازیر هم ثابت میسازم. لایک به 1,000,000 برسانه. لایک به 1,000,000 برسانه. قبلا بکنین دیگه لایک. مسلمین ببینی، اگر شما مرا حمایت نکنید در مقابل کافر دیگه کی حمایت میکنه؟ همراهش تا زمانی که من نگم شما لایک بکنید، ببینید لایک بکنید که اینم یک امشب سوادی آقا را ما به شما نشان بدیم که چقدر معلومات داره. بفرما آقا سوال ما جواب میتین لطفا. آیا قلب فکر میکنه؟ بفرمایید سوال است. آیا قلب فکر میکنه؟ سوال جواب بدین لطفا. جناب ابو هریره فکر میکنم به اندازه کافی خودتان خراب کردی. قرار چرا میگی؟ والله خیرت به مردم بگو، به مردم بگو که دلیل خود داره و فکر میکنه. ای ابو هریره آفرین آفرین. خب ابو هریره قند، چرا پیغمبرت به دختر 60 ساله تجاوز کرده یا به دختر 9 ساله؟ بگو چطور فرار میکنی؟ نه راست میگی، همین پیغمبرت پیدوفایل بوده. من یک سوال از تو میکنم، یک سوال. نه پیغمبر پیدوفایل بوده یعنی راست بگو. سعی امی قلب فکر میکنه. سوال پیغمبر پیدوفایل بوده یعنی امیره بگو برام. امی قلب نه بوده. در قانون امرو، در قانون شما، در قانون شما دیگه انسان بی‌ناموس است، بی‌غیرت است. در قانونای شما با مرد میخوابه، با مادرش میخوابه. در قانون شما من پیدوفیل هستم. در قانون شما من پیدوفیل هستم. من یک انسانی بد هستم؟ نه. ابو هریره خودت حاضر هستی که در سن نکاح هستی که یک دختر 6 ساله عروسی کنی یا نه؟ ایت سوال مرا جواب بده. والله ایت سوالت جواب بدم که کلاگی ببینه. سوال ایت یک سوال برای جواب بدم که خوشت بیاد. اما سوالی که تو میخوای میشه بر سرچ نکو دیگه در گوگل. من حدیث میگردم. پشت حدیث نگرد. میشه برای ما بگی قلب فکر میکنه یا نمیکنه؟ همین سوال من رو جواب بده لطفا. چیز جان، ما یک روز راجع به این صحبت کرده بودیم. اصلا از این گپ برای اول برای ما بگو خودت حاضر هستی با دختر 6 ساله رو کنی یا نه؟ بگو. آقا در نشستی مثل آقای مسعود که مرا با کدام نفر اشتباه گرفتید؟ چون اولین دفعه است با ما تو لایف اومدی فکر کنم. فکر کردی که ما میرم مثل دیگر آوری تو رو وقت میتونم بیا که خیره آقای معراج حدیث میدانه، آقای معراج آیه قرآن میدانه، خوانده کتاب تمام کردن. نه آقا میشه برای ما بگیم قلب، آیا می قلب خب گوگل سرچ میکنه. امیر جواب بده خیر است، میفهم که یاد نداری. امیر بگو خیر است، میفهم که دو تا سه و سه پیاز جمع میکنی، مشکل نداره. امیر برای ما بگو خیر است که می قلب میره گوگل یک ساعت میپل. ای خدا تو اگر با ما بحث بکنی، اگر تو از خالق پیش رفتی با ما،
از خالق و من به اخلاقی. ببینی من دارم راجع به چی میگردم. آیش از one of those who were born in Islam. چی وزه younger than the Fatima. این دیگه اصلا ایره کسی که استاد میگه ایره کسی که استاد میگه به خود ظلم میکنه. والله کسی که تره استاد میگه کسی که تره استاد میگه ویدیوهایش پخش کنه که می مسلمان ها بفهمن که یا مزه ابو هریره ایشان که دروپا از اسلام خود گوش کن. ما تره چی میگم گوش کن. خودش در لایف آمد دوستان عزیز. والله آقای کشمیر آیشه 6 ساله دوستان عزیز به ما آمد دروغ میگی. حالا که سندهایش نشان میتونم فیل از اخلاقیات خود نشان داد. خودش از اول گفت من یک انسانی که دعوه میکنم 30 دقیقه نمیدونش مرگب بزنه. لطفا دوستان عزیز قند ویدیو را تو فرار میکنی. ایمال برمه صحبت میکنه امی انسان نبیدم. من میخوام دیگه صحبت کنم دوستان عزیز. نه فرار نکن. ابو هریره قند جناب ابو هریره آقا اجازه نمیتم برات. تو فرار میکنی اجازه نمیتم. جناب ابو هریره موضوع خلاص کو راجب موضوع دیگه باز میریم. اما گوگل برو گوگل بزن امی قلب فکر میکنم نمیکنم. برو بزن من میشتم. برو من منتظرت نیوانم. برو ابو هریره گوش کنید. گوش کرو بیا امی رو موضوع رو خلاص کنیم. امی رو میشه سرچ بکنی. موضوع اخلاقی است دیگه درست است. میشه تو امی رو سرچ بکنی. دیگه گفتی. خب بیا گروه رو امی رو سرچ بکنی. خب ما بیادر اگر تو با اجازه بده ثابت کنم دروغای تو. خدا هست یا نیست؟ آقای کورهوش آیا خدا هست یا نه؟ دیگه کورهوشی یک دیگه توهینش دوستان. توهین؟ اخلاقتون از پیغمبرتون و قرآنتون گرفتی دیگه از او کسیست که ایسایی نگه نمبر اول است. یهودی میگه نمبر اول است. سیدی میگه نمبر اول است. خودت قبول کردی که کورهوش دیگه. آقای کورهوش گوش کو ما توهین نکردیم. اسمت از کورهوش است نه؟ کروش یا کروش ما خو متره بنا مهراج میشناسم. مهر البته مهر و محبت ده تو نیست. تو را بنا معراج میشناسن. البته مهراج تو نیستی. او مهراج یک کلمه مقدسی است. تو مهراج هستی فکر کنم. من نام من مهر است. ما اجازه میتی جناب یکی از دروغای دیگه تام ثابت کنم یا نه؟ دوست عزیز ما تو دروغ تر ما میگم. تو میگی که البته نمیخوام در موضوع باز داخل شم. تو میگی که اسلام خودش قانون داره که یک دختر یا پسر که به بلوغ عقلی و جسمی میرسه میتونه که ازدواج بکنه. شما میایین میگین نه این دروغ است. پیامبرتان صلی الله علیه و سلم اینی کار کرده. به این خاطر من نمیخوایم در این مورد با تو بحث بکنم. تو خدای مرا قبول نداری. بیبی تو میگی خدا نیست. 1000 نفر بازی میتی درست؟ 1000 نفر بازی 200 نفر در لایف من. در لایف خود چند نفر است بوره؟ فعلا 900 نفر است. ما خو نه در لایف 1200 نفر است. دوست دارم. اون 1200 نفرش 500 نفرش مسلمان است که گناهکار میشدن اونجا مال در لایف خودت. یک چیز یاد بتم. امی 500 نفر از اون طرف هم 900 نفر اکثرش همیشه میای چون دروغای ثابت شده فهمیدن که چیزی نداری برای گفتن. یک چیز دیگه موندیم. آخری سوال میکنم. آیا انسان از خاک است یا نه؟ میشه جواب سوال ما را بدی؟ جناب ابو هریره یک موضوع را خلاص کنم. من میخوام با تو علمی بحث کنم. احساسی از عقل منطق موضوع را خلاص کو اخلاقیات بود. یک آدم باسواد کنیم دیگه. دفعه دیگه لطفا دفعه دیگه ما آقای شفیعارارم در پلوت بگذار که حداقل ما اگر کمی سواد داشته باشه. بلی از خدا میش آقای مسعود است. حداقل ما مسعود است سواد داره. تو که بی اخلاقی میکنی 5 دقیقه وقت میتونم گپ بزن راجع به باز مانده اخلاق. نه دوست عزیز تو سوالی برای جواب نمیتی. 5 دقیقه تا گپ زدی نوبت ما بود. نه تو ما کوکو ما کار ندارم وقتی تو را تو اگر توهین بکنی آقا گوش کن آخرین 5 دقیقه است به هر صورت ببینین دوستای عزیز اشخاصی که در لایف از این انسان هستین انسان بگیم باز مثل رو دفعه آوری باز قرار نکنی آقای کوروش که اسم گذاشتیم برش خب بعدش میای کسایی که در لایف همی آدم هستین ناباورا کسایی که ناباور هستین این همیجا من زنده هستم الحمدلله از ساینس براتان ثابت میسازم از عقل براتان ثابت میسازم از اسلام براتان ثابت میسازم که خدا هست و خواهد بود ببینین فریب عیسوی ها را نخورین اشخاصی که عیسوی هستن ببینین این کتابای پشتشه اگر یک تا زمین یادم مکمل خوانده باشه مرا در این بسیدی بزنین اگر خوانده باشه یک دو این فعلا شب است ببینین ساعت 11 بجه شب در دفتر است 11 بجه شب در وظیفش نشسته چیکار میکنه کار میکنه کی به این پیسه میته؟ پول یزی را کی میته؟ ببینین؟ انسان بیعقل، انسان آدم بیعقل است که میایه چیزی که برای سود نمیرسانه در جایش بشینه چیکار بکنه؟ یک چیزی را که اصلا باور نداره توهین بکنه
حالا ناباورها براتان میگه. هر کسی که میخواه خدا را بفهمه، این همین پلتفرم ما است، پلتفرم انسانایی که لایف من مسلمان است. اگر حقیقت هم میخواین بدانین، فریبی آدم که نخورین، بیاین سوال بکنین که اگر خدا هست بر ما ثابت بساز که نمی کتاب کتاب خدا است. ببینین بر ما ثابت بسازین که نمی کتاب کتاب خدا است. براتان از منطق عقلی ساینس براتان ثابت میسازم. حالا ای آقا دنبال از این نگردین که 1400 سال پیش چی شد. سوال من اینجاست، آیا خدایی که برای شما دو تا چشم داده، انسان خلقتان کرده، اگر براتان مریضی بده آیا میگین خدا ظالم است؟ ببینین خدایی که برای شما وقت میده میگه که من برای شما مهلت میتم، این مهربانی از او است، نه ای که در قصه طفل نباشه. نه، فریب از اینا را نخورین. اینها حتی ساینس را رد میکنن. اینها میگن که هابل اشتباه کرده، نمیدانم انشتین اشتباه کرده، آقای جورج لمغ اشتباه کرده، همه اشتباه کرده، فقط آقای مهراج، آقای کروش میگه ما حق هستیم، خدا نیست. در حالی که در پشت پرده چیکار میکنه؟ پول خدا میگیره. آه انسان، زمانی که موبایل خالق داره، موبایل خالق داره، تویی که نمیلزه خواب هستی، خون در بدنت جریان داره، سلولای تو چرخک میزنه، خدا وجود نداره؟ همه که فکر بکنین. میدانم که همه شما درد از مسلمان دیدین، میدانم میره مسلمان برای شما درد داده، ولی اسلام گفته که نکش، اسلام گفته اذیت نکو، اسلام گفته همسایت شکمش سیر بگردان. اینی را خدای شما گفته که یتیم کمک بکو. عالی آقا میگه که یک تا خوبی ازی به پدر و مادر احترام بکو. اگر همین خوبی رای از من به خود ثابت ساخت، من تیک تاک بند میکنم، ندارم من به عالی میخنده. از قرآن کریم براتان 75 خوبی، 256 خوبی دیگر از عدی ثابت میسازم که در هیچ ادیانی وجود نداره. من لایف به خاطر از همی گذاشتم با یادم، به همی خاطر گذاشتم که من پیامم به مردم برسانم. اگر من با یادم مناظره بکنم، چی را مناظره بکنم؟ ای آقا ساینس قبول نداره، علم قبول نداره، منطق قبول نداره، چی را قبول داره؟ به خاطر که من قبول ندارم، من قبول ندارم. آقا من با تو چی بحث کنم؟ حداقل آقای شفیع عیار بر من بیار که او میگه خدا هست، که من با او بحث بکنم خدایش ثابت بسازیم. جدی میگم، خلاص شد حرف من. اگر یک کلمه در مورد منبع ما محمد صلی الله علیه وسلم حرف زدی آقای معراج، ما دیگه باید کنکشن دیگه نمیگیریم. این همی آخر حرف است. ما خودت میریم در مورد خالق و منبع اخلاقی ما خودت صحبت میکنیم. خوب بعد اگر قبول میکنی بعد روز شما تعیین میکنم، چون ما قوادم بیکار مثل خودت، البته کار داری، وظیفت است، مثل خودت واری نیستم، روز شما تعیین میکنم، باز ما خودت مناظره میکنیم، ببینیم که بعد آیا خدا وجود داره که مرا گردش خون ما، قلب ما، چشم ما که کسی برام داده نمیتونه. این آقا میگه خدا نیست. پیسگه که مسیحیت چی میگه؟ مسیحیت دین ما را با پیسه حرام تبلیغ بکنین، الان برای تو پول میتن، یک دعوتگر هستی. و دعوتگر کارش چی است؟ پولس رفتم در اوج یهودی میشم، در اینجا رفتم به خدا میشم، در اوج رفتم باز مسلمان میشم. دین محبت اینجا مردم میفهمه چی دین است. خب به هر صورت چند دقیقه گپ زدم، نوبت ما بود دیگه، خداحافظی با تو میکنیم دیگه، نوبت ما بود، خلاص میشه دیگه اینجا. اگر موضوع رو انتخاب میکنید در رابطه با موضوع، من هر چیزی که میگی با تو بحث میکنم. بفرما. خب وقت ما بگی خیره. حالا اول تو شروع کردی، وقت نمیگیرم. بفرما. وقت نمیگیرم. چرا وقت؟ دوستان عزیز، ما اومدیم با جناب ابو هریره گفتیم در مورد اخلاقیات، خودش اومد بس پیغمبر اسلام کشید، من چیز نگفتم. و خودش در گفتهایش گفت که 1400 سال پیش، خودش در گفتهایش گفت که تاریخ 1970 سن 18 سالگی مونده. من حالا از خودشان سوال کردم، جواب ندادن که آیا در همین سال حاله. اما موضوع اخلاقیات است. اول یک موضوع را آدم خلاص میکنه، باز میره در جاهای دیگه. ما 100% زمانی که یک انسان چون پیشتر چند تا بیادبی کرد، جناب بیادبی ها خودتان را نمیگین؟ ابو هریره یکی از بیادبی هاشی بود که در زمانی که من 5 دقیقه وقت داشتم 3 دقیقه اجازه نداد اصلا گپ بزنم. آخرش ما هم گفتیم من برای شما قانون گذاشتم دوستی هستی که شما توهین نکنید. گفتم که در از اول لایف من انسان صبوری هستم، والله گوش کن،
کسی که دنیا رو سعی کنه میبینی. حالا وقت ما به کسی وقت ندادیم. ما وقت ندادیم. تمام شد. وقت دادم تمام شد. گوش کن آقا. وقت برات ندادیم. بابا ابو هریره بیشتر از این خدا خراب نکردم. وقت خوش باشه. مردم فهمید چه کسی هستی دیگه. باش که ما عکس کلیسای تمبونم. ام یک عکس کلیسای از امیرم بونم که باز خواهش کرد که عکس شبانم یک لازمه اگر ایر دراپ بکنم. ام عکس کتا چقدر دیجا باز مقبول بودی دیجا. باز دینجا اینجا خب باز ما کلیپ باید برای تو پلی کنم نه کلیپ دوستم الحمدلله تو را خب چند قبل معلوم کردن اخلاقیات تا خب ما چیز نه من آدمی نیستم که توهین بکنم به کسی مردم میدونه خیلی مردم اخلاقیات تا دیده من هم بخواهم اخلاقیات معلوم سید دیگه بگذارین ما براتون باشیم که ویدیوی کلیسای تانه برای شما پلی بکنم بان بگذارین که ما پلیک خواه یک لحظه صبر کنین شما برخطایی نکن راحت باش اینجا با آرزو داشته که چهره ابو هریره را ببینین دیدی چهره شا دیدی خوش هستی حالا نشه که سر ما هم باز بچه ها را زیاد قندوله برای حق خود امروز گفت جدی میبخشی از نظر منه ولی از نظر خیلی ها ویدیوهای اجازه میتی یک دقیقه بذار کلیپ تبانی من نبانم کلیپ تبان من ایره اجازه میتی که راجع به گپ بزنم کلیپ تبانم جناب ابو هریره گفت من برای کلیسا کار میکنم و پول میگیرم من یک تحدی میتم جناب ابو هریره را اگر تا 2 سال که تاریخ ویدیوی یا عکس از من پیدا کرد تا 2 سال که من داخل کلیسا یا مسیحیت یا 1 سنت دوستان عزیز از کلیسا از کدام من هر جای به خاطر لایفایم دوستان خوب گوش کنیم من تعدیز خیلی خراب تعدیمیتم چون حرف خراب مالو میزنم برش اگر ثابت کرد دوستان عزیز که من 1 سنت کوچکترین و بیارزشترین پول هر کشور را دوستان عزیز ثابت کرد که من از یک جای میگیرم و لایف میایم که اسلام را نقد کنم اگر ثابت کرد همینجا 1400 نفر سمت من 900 نفر 1000 نفر هم سمت خودش 1100 اونا هم میان انشاءالله بازودی کلش میاد تشویش نکن دوستان اگر ثابت کرد تا 2 سال پیشه ببینید که من در کلیسا رفتیم گفتیم مسیحی هستم هر جای تا 2 سال پیشه که من مسیح استم کلیسا رفتیم یا تبلیغ مسیحیت کردیم هر جای و یا 1 قران از کدام ارگان دولت کدام بخش فرهنگی کدام بخش دینی هر جای ثابت کرد غیر از این که دوستان اینجا اگه گفت زده باشن که اونم خواهش کردیم نزنی و یا غیر از این که خودم رفته باشم نتین پایدادار است نتین بخاطر لایف دوستان عزیز اگر 1 سنت گرفته باشم از ما کرده کسیفتر آدم روی زمین نباشه و هر آن چیزی که اگر ثابت کرده ابو هریره اینیمی لحظه در لایف 1400 نفر از خودش میگه 1100 نفر هر آن چیزی که بگه قبول میکنم ولی اگر ثابت نتانست دوستان عزیز چون آمده تهمت زده به من ببینید تهمت دروغ بلتر من بسته باید ثابت کنه و اگر نکرد خب اسلام کثیف‌ترین دین دنیاست باید بیا بگه ما اینا توهینشون دیدین دوستا گفتم ما کثیف‌ترین دین گفتم اگر ثابت کردی ابو هریره بیبی اگر ثابت کردی من کثیف‌ترین آدم دنیا و هر چیزی که بگی گوش میکنم اگر نبود اسلام کثیف‌ترین دین دنیاست که برای شما تهمت دروغ یاد داده قبول میکنی را قبول میکنی یعنی در رابطه با می صحبتات ما یک چیز میگم باز میگم قبول میکنی آقای محترم آقای محترم اما ویدیو تا بگذارم ثابت است این امیل از ویدیو تا بگذارم ثابت است تاریخ از... ویدیو را بکش ابو هریره جان تاریخ ویدیو اگر تا 2 سال بود هر اون چی بگی میکنم بگی بان آقا سرت سفید است در ویدیو چی کنم خواهمه تو ما چی کنم سرت سفید است تا 1 سال پیش آقا تا 5 ماه پیش فکرم سر سفید نبودی نه بابا یک لحظه سم سفر را لایک بکنن که همین بیننده آقای میراد زیاد شوه بیننده زیاد شوه که باز ببینن که یادم رات نگه ببینن یک قاری صاحب محترمم استاد عزیزم یک کمنت داد برای ما گفت که بگو که یک استیتمنت بانکیش نشان بده نه آقا مگر که مگر پول سیاه پول حرام پول چتل
به استیتمنت بانکی میایه. ای مردم هوشیار باشن، مگر پولی را که کلیسا به یه آقا میته استیتمنت بانکی برش میته؟ نه داداش، نه دیگه ای فریبی. اگر از این استیتمنت بانکی بخوایم امو شاید یکان هفته دو سه ساعت برای یکان جا کار بکنه که ثابت بسازه که نه کار میکنه، در غیر صورت او پولکا پولای چتلی است. پول چتل چی است در خارج؟ پولی حرام به چی پولی میگن؟ پولی سیاه حرام بگو، یعنی پولی که دولت قید نمیکنه. خب به آقا همه تو که پیسه میه، پیسه نانش میه. آقا اگر با دریشی پوشیدن خودت، اگر که انسان روشن فکر معلوم میشه، اگر من میجو دریشی خودت بپوشم شاید از تو که در روشن فکر معلوم شدم، ولی او کارا من نمیکنم. من ساده میایم که انسان ها در مورد خود ما بد فکر نکنن، در مورد تو خوب فکر نکنن. خب آقا ما ویدیو تا دارم دیجا کلیپ چالان میکنیم، البته یک از دوستا روان کرده. اگر که درست معلوم نشد ما برای امو دقیق میگم که اگر ما باشم من میگم من است و من دروغ نمیگم. مثلا خیلی دروغ نمیگم، اومد یاد ندارم تا ثبوت نداشته باشم نه دروغ میگم. امیل لحظه خودت گفتی که ثابت بساز دیگه. تا دو سال پیش تاریخ ویدیو را بان که دو سال پیش بود، تا دو سال پولیسیایی که تو میگیری ما چگونه را ثابت بسازم؟ بسیار. اگر یک چیز را جناب ابو هریره نمیدانی و ثابت نمیتونی، خب دروغ است دیگه آقای محترم. اگر ما بگم شفیع یار، اگر ما بگم شفیع یار عیسوی است قبول میکنی؟ جان آقای شفیع یار عیسوی است قبول میکنی؟ ثابتش کو چرا نی؟ یک لحظه صبر کن. ما باز میگم که کلیسا به من نشون میتی؟ حالا که کاری را که تو کردی، خواه؟ حالا من وقت کردی، وقت کلیسا نشون میتی برای من؟ صبر که یک لحظه دوست دید، صبر کن. من توضیح میتم، خب خیر است. خب اینی استاد، آقای استاد میگیره نه؟ یک دفعه استاد گفته بودی را، خب؟ استاد ما اینی آقای شفیع یار کار میگیره. خب حالا من چرا؟ حالا چرا من ادعا مدعی از این هستم که نایی سوی است؟ چرا؟ سوال است، خیلی سوال خوبی میکنن. چون دینی از اینها اینمتر یک حرف داره، هر کسی که بخواد به دینی از اینها خدمت بکنه چیکار میکنه؟ میگه بیادر خدا پت کو، چون تو قبلا بکگراند اسلامی داشتی. و ببینین با آقای میرا چرا من دریشی از این آقا را من براتون حرف زدم؟ هدف دارم، یک دریشی آقای مهراج، یک کتابای پسرش و معلومات و یک کمتر معلومات کافی از مسائل احساسی قرآن کریم و حدیث. اینمی سه چیز باعث شده که اینمی بیچارگک هایی که نه خودشان قرآن باز نکردن، مسلمان هایی که در زندگیش نماز نخوانده، اونمونا حرفی انسان گوش میکنن، آقا را ببشن آقای کروشه میان میگن اوه خدا نبود چندین نفر در لایف ما الحمدلله منت نشه مسلمان شد. و بر ما چی گفت؟ آقای معراج از ما شماره خواست و از ما عکسای خراب میخواست، در ویدیو کال ها. این را ثابت ساختم، این را آقا قاری صاحب استاد ما ثابت ساخت در ویدیوهایی که انداخت. چرا آقای مهرات دختر خانمایی که در لایف ازی به نام خانم مریم است، یک تا دیگهش مریم 50 چند ساله، اینها چرا در گرد برد هستن؟ ببینین احتیاط بکنین، خیلی کسایی که مسلمان میشه از گروه از اینها شکایت دارن میگه که از ما عکسای خراب میخواد. حالا تو میگی که مرا ثابت بساز. اگر اون خانم ما شاهد بیارم، اگر اون دو خانم ما شاهد بیارم گوش کن اگر اون دو خانم ما شاهد بیارم، شاهد ده دقیقه شد گوش کن شاید بره. ولی گوش کن، این کارا نکو دوست عزیز. اما کارا میکنی، اما رفیقایت که مرده گوخانه میبری در ویدیوات هست نی؟ گفتی که میبرم، خودت گفتی دیگه گپا. اما اونا را که میبری، اما را چوب ببر دیگه. کار نکو که مردم از تو شکایت بکنن. اما کارهایی که بد اخلاقی میکنی، کارهایی که جایز نیست میکنی، امور تا امور پنهان بود. جناب ابو هریره صبر کن، حالا آمدیم سر ویدیو بگذارم. ویدیو تانه بگذار دوستان عزیز، ویدیو را بگذار گوش کنی. ما خب اگر چی 10 دقیقه بگذاری ویدیو را بز ویدیو را بان خیر صبر کنین که ما چون ما مثل خود دواری دومین دفعه تو لایف ها میایم. دفعه قبل پیدا کردم فلپ د کامرا. خب آقا اگر چی خود چون کامرا خرابی میکنه، یعنی بلور نشان میده ایره. حالا خودمت خب
چقدر زیبا گپ میزنه. تو خلاص شد هر چیزی بذارن مردم ببینن دیگه. حالا ثابت مردم ببینن، خبر کو که ما بودیم، ما خودم میگم بودیم دیگه. مردم ببینه که مردم ببینه، باش که مردم ببینه. چه خیلی خداوند میگه او، ای ما افتخار میکنم که آقای معراج خداوند میگه. او خداوند 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 شکایت دوستا اگر متوجه باشین موگکایش سفید است، موهای سرش هم سفید است. آقای معراج دمی ظرف 6 ماه فکر کنم موهای سفید شد، نه یا 7 ماه. اگر اشتباهی از ما سر ما دیگه نمیخوایم میره ادامه بتم خنده میگیره. وقتی که آقای معراج نکتر و خدا نکری که من خنده میگیره که یک نه. نه بابا خیره بانی. جناب ابو هریره گفتم اگر این ویدیو تا 2 سال پیش ثابتش کردی، تا 2 سال پیش باشه، از ما کرده کسیفتر آدم در دنیا نباشه و پیسه که من میگیرم اگر ثابت کردی. اگر نه، اسلام کسیفترین دین است. اسلام چرا بگو جمشید بگو، من تومت ما دیدم اسلام نزده. تومت ما دیدم اسلام نزده. من ببر من نشان دادی قرآن گفتی منبع اخلاقی ماموس عزیز دلم، خودت گفتی یعنی اخلاقی دلا و قرآن است. اگر ثابت نتونستی تو 2 سال دیگه اسلام قبول داری کسیفترین دین؟ یا فرارم یا اهل الكتاب گوش کن. باش یک آیه را برات بخونم، اجازه بده که یک آیه را بخونم. ما کسیف هستم، بله. اگر که میگی ما تهمت ما زدیم اسلام توهین نکن. صبر. اگر تهمت ما اشتباه برای قرآن است گفتی نه. گوش کن. گوش کن دوست عزیز. اسلام این قرآن است. ما شخص هستم. گوش کن. دی اخلاقیم قرآن است یا نه؟ تو 2 سال پیش پیسه میگرفتی یا نمیگرفتی؟ گفتی یا نه؟ اگر 2 سال پیش هم 3 سال پیش هم ثابت شد. یعنی مرا هر چی میگی مرا توهین میکنی. ببین مرا اگر توهین میکنی والله گچ بون مبل. تو مرا اگر داو میزنی مثل کامنت های بون گپ بزنی دیگه لطفا. صبر مثل گوش کن، من حرف میزنم با تو مثل کامنت های. اگر مرا توهین میکنی گپ زدی سر کل چیز ما رفتی. خب بون اینا رو جواب تو بگیرم. دوستان عزیز تمام نشده حرف من. دوستان عزیز گوش کن، کثیف نیست. مرا اگر کثیف میگی بگو برای من بگو، من قبول میکنم. دوستان عزیز خوب گوش کنید. اول این دوست آمد گفت که دوستان آمدن خانم ها به ایشان گفتن که من عکس لچ از اونها خواسته. بسیار عالی، خیلی عالی، چی گپ خوبه زده. دوستان عزیز باید اگر کسی از کس عکس لخت خواسته یا برهنه، او چقدر یک زن بی شرم باشه که بیای به تو بگه ای ازی. باز باید ثبوت کنی یه بده. خب گوش کن، او برای من گوش کن، گوش کن، گوش کن، گوش کن. من اوت انسانی نیستم که مثل تو آره بیایی مردم توهین بکنم. باید گفم خلاش شد لطفا. خیره دیگه قبی اخلاق نمیشه. تو گفتی اگر ثابت بسازی اسلام کثیف است. میگی اسلام نه، بگو جمشیدی که آقای ابو هریره که بر تو تهمت زده این آقا کثیف است. تهمت ما زدیم، تو چرا میای اسلام میگی؟ آقا یک مسلمان میره آدم میکشه میگه اسلام بد است، مسلمان میره تجاوز میکنه اسلام بد است. با دیگه پایتا بزن، باز پسان بزن، اجازه بدیم اگه پایم خلاص شوه. کوتاه‌تر بگو که من باز حوصله زیاد حوصله ایره ندارم که باز زیاد سخته تبری بکنم. دیگه چیزی برای گفتن نداری؟ اینی هم یک چیز از مایره که در ریش من کم خراب شده، خواه از این بخر در موی سرت بزن که باز میرزنه که فعلا کلام شده کم شما. دوستان عزیز که بازم به این جناب تعدی دیگه میتونم. دوستان خوب گوش کنید، اگر ایشان ببینی اگر یک دختر بیایه و بگه که اینی کار را ما کردیم، خب که ما عکسای برهنه ازش خواستیم و هر چیزی، خوب گوش کنید. خب ما اول باید بیاره عکس ها را که روان کرده که تو ثابت شوه که ما بلی عکس خواستیم، پیام نوشته کرده باشم که باید خواسته باشم این چیزا را. و متاسفانه دوستان عزیز مثل گپ خود ابو هریره میمونه که پیشتر اگه گفت تو پول میگیری، من برش گفتم هر از زمانی که ما آمدیم لایف دوستان عزیز و اسلام نقد میکنم، از زمانی که آمدیم اگر ابو هریره تونست ثابت کنه که من 1 سنت غیر از گفتایی که دوستا زده
که او را گفتیم نزنی، یک سنت مرا کدام مرجع داده که من بگیرم لایف بیایم. اگر تانست ثابت کنه از ما کرده کسیفتر نیست، لایف کلن از تیک تاک میرم بیرون. دوستان عزیز هرچی هم بگه قبول میکنم، ولی ثابت که میکنه جناب گفت، گفت حساب بانکی معلوم نمیشه پولیسیان همه. خب یک نفر انسانی که چندین نفر مرا در وظیفه ایسونسون دیدن دوستان عزیزی، خیلی خوب است. میخوای وظیفه تا ثابت بسازی؟ وظیفه تا ثابت میسازی؟ بکش پیسله پتا مالی به مردم، پیسله پتا بکش. دوستان عزیز میشه آقای کروش من به خاطر که جای کار معلوم نشه میشه پیسله پتا به مردم نشان بدی، باز من استدلال خودم میبینم، باز تحقیقات خودم میکنیم که باز چی هست. دوستان عزیز من فقط جای کار برای تو نشان نتون، ولی اینیمی باور کنی این خط امروز آمده، باور کنی که امروز آمده، یعنی جالب بوده که با من مناظره میکنی امروز آمده. بیادر برات میرسونم، برات کمک میکنم. دوستان عزیز سعی کنی من اینقدر باور کنی که اینی معاش کارم است. سعی کنید سفر لایک بکنن دوستان عزیز، سفر لایک بکنن که به مردم برسه، ببینن دوستا، ببینن آشکار شد اینی معاش من دوستان عزیز. خب دوست عزیز من چی میفهم که چی هست؟ اما قیق شو نشان بده، مکمل نشان بده، پیسله بده که در کجا کار میکنی. نه خودر که نمیخوای نام و این چیزا بیایی. خب نامت؟ اما چی میفهم که از کی هستی؟ این چی ورق هست؟ بله برق هست؟ چی هست؟ نه میفهمی، غم نخور. نه یک تا از خانما به نام رویا که اومده میگه آبروی مسلمان ها رو بردی، برو که آبروی کسی که از تو نقص میخواد نبره. خانم رویا آبرید نریزه، بازم و فلمای تا بازم آقای کروش نکشه، باز نمیست که از دگرهای تا کشیدن. ببینید دوستان عزیز چی هست، ابرخنون در بروتون نتو بتسالن. ترجمه کنین، ما شاید باز نفره میارم که ترجمه بکنیم. اونه کسایی که گرفتن فلم میگیرن، ایج دقسیش نه خیمیر خود درست نشان بده که باز قاری سیب هست، میفهمن که قاری سیب خوب گیرت میکنه دیتی چیزا. من یک کار دیگر، من به خاطر که اسم اومی چیزا داخل از این نیایه و آدرس و جای کارم و اینا، من براتون فقط نشان دادم امو بخشش را که بگذاری بیرم در اینجا دیگه چیزی نیست. فلان لایک بکنه سفر را، اشتراک بگذارن که آقای میرا، آقای کروش خواستن چهره ابو هریره را امشا ببینن و ای درخواست شان امارت نکردیم و خواستیم که ببینن امشا با ما. دوستان عزیز درست باش که معلوم نمیشه سعید دیگه کامرتا. خب نامت هست؟ فرار نداریم دوستان عزیز، بیای یک چهار کنیم. نه فرار نکن دیگه، نامت هنشون بطه به این مرد. جناب ابوهریره گوش کن، جناب ابوهریره گوش کن شما به ما آمده یک تهمت زده، من براتان گفتم بازم تکرار میکنم دوستان عزیز، یک کسی که یک گپ میزنه باید ثابت کنه، اگر ثابت نکنه دیگه خودتان باید در نظر بگیری. اگر ابو هریره ثابت کرد، من دو تا حساب بانکی دارم دوستان عزیز، دو دانه. حسابی که معاش و ممیعه داخلش من براتون متاسفانه به خاطر که نامه میایه و از کجا پیسه اومده. نمیه آقا دست آقا تو میتونی که آنها را نشان نتی بدید از نام میتونی. اصلا این چیزا یک چیز ناقص. دوستان عزیز گوش کنی، ابو هریره اومده تهمت زده که من از ارگان پیسه میگیریم که اسلام نقد کنم. از زمانی که من اسلام نقد کردم نمیکشن، تشویش نکرد نمیکشن. اگر جناب ابو هریره تونست ثابت کنه که من یک سنت، گوش کنی، کوچکترین پول بی ارزش هر کشور را که در نظر میگیری، اگر جناب ابو هریره ثابت کرد از ما کرده کثیف آدم در دنیا نباشه، همون لحظه مسلمان میشم. من اگر چه قانون جرمنی را نمیدونم آقا، تیک تاک خود پاک میکنم، از ما کرده کثیف چه کسی نباشه، ولی اگر نتونست ابو هریره ثابت کنه آقا. چون اخلاقیات خود را خودش آمد گفت، اخلاقیات من قرآن است. باز فرار میکنی؟ از کثیفتر کتاب در دنیا باید قبول بکنه که نیست، و خودش به عنوان یک مسلمان که خودش گفت اخلاقیات اومده به عنوان، پس بی اخلاق ترین انسان روی زمین باید بیای معذرت خواهی کنه در لایف. جای دیگه که لایف مین کجاست؟ از جای دیگه که لایف مین روزه دیگه او کجاست؟ دیدی دوستان عزیز، از جای دیگه که لایف مین کجاست؟ اونجا هم برای ما نشان بده، اونجا هم برای ما نشان بده، از جای که لایف مین دیگه روزا. من یک پنجشنبه ها دوستان عزیز از خانه یکی از دوستا لایف میایم، از خانه یکی از دوستا، یعنی از خانه یکی از دوستاش میره، او بیچاره کسی که را مهمان کده میره در خانه مردم بی نزاکتی میکنه دوستا. گیرش کردیم دوستان، گیرش کنیم.
از جای دیگه هم لایف میان دوستان عزیز گوش کنید لطفا ایخو هرچی تهمت و دروغ زد ما براتون ثابت میکنیم دیگه یک چیز دیگه جناب ابو هریره گوش کن من یک کار دیگه میکنم برات ابو هریره گفتم هر روزی رخصت میدونم هر تهمت و دروغی که تا حالا زدی ثابتش نتونستی از قرآن خودت اینال من سوال ازت بکنم آقای ابو سوال مرا جواب نداده یانس خودت با یک دختر 6 ساله روسی میکنی یعنی این سوال در آخر لایف والله ما همین جواب به تمام ناباورم جوابش میدم تمام ناباور لوکات است میخوام ببینم جواب اینا در آخر برات جواب میدم که پیش از که با تو خداحافظی بکنم حالا تو از همه سوالای ما فرار کردی آقای کوروش از تمام سوالا فرار کردی جناب ابو هریره فکر میکنم وقت خوش برات بخوایم چی نظر داری؟ گوش کن آقای کوروش وقت ما زیاد گرفتی وقت دوستانم زیاد گرفتی از جایی که شما لایف میایین چرا فرار میکنی آقای کشش ویدیو تو هم گذاشتیم باز که چیش گفت باز من دفعه یک ذره دوستان میبخشی به احترامی مرا ولی مجبور هستم امی آقای مسعود باز هم میگم اگر تونست ثابت کنم تا 2 سال گذشته من تبلیغ مسیحیت کردیم گفته باشم من مسیحیستم یا هر چیزی راجع به مسیحیت که من مسیحی باشم باز هم از من کرده کسیفتر آدم روی دنیا نباشم بیبی آقا فعلا من در کجا سنیدم پیغمبرشان آدم تجاوزکر بچه باز قاتل دوست کی؟ پیغمبرشان محمد قبول داری؟ خداحافظ آقای عزیزم دیگه قبول داری یعنی؟ خداحافظ اگر قبول داری بگو حالا بگذار که تو خودت میوت بکن لطفا خودت میوت بکن من خودت میوت بکن من جواب 6 ساله را برات بتم به تو نمیتم البته را به مردم میتم کسایی که در لایفت هست ببینن ریکارد بکنین نمی جواب سوال مرم دوستا همزمان سفر را لایک بکنین همی جواب سوالی را که به یادم میتم اگر این انسان مداخله کرد بدانن که نمیخواد جواب بشنوه اجازه میتی؟ اجازه میتی؟ تشکر باش اگه آبم بخورم من که تا هنوز من در بوتلهای شیشهی آب بخورن خواه مسلمان های عزیز در بوتلهای شیشهی آب بخورن که پلاستیک ضرر دیگری داره که آقای کروش نمیدانن نمیدانن البته نه از علم خبر ندارن در بوتلهای شیشهی آب بخورن که چونی ضرری نداره آفل حالا آبم نمیخورم خیر است که باز نشه که تو آب نمیخوری ما آب بخورم باز کار خوبی نیست دین ما برای ما گفته که اگر ما آب بخورم تو نخوری باز خوب نیست ما آب نمیخورم خیلی است که باز نشه که چشم دو آب بانه بر صورت مسلمین و کسایی که ناباور هستین آقای کروش نمیگم که باز نشه که باز مرا بگی بهتر میکردی و همین نام که هر دفعه که یک کس میگیره مرا خنده میگیره خب بر صورت خب چون این سوال اصلا نباید به آقا جواب داده شود به خاطر که ایشان منبع اخلاقی ندارن ولی بازم من دوستش دارم در حد یک انسان جواب سوالش هم میتم دوستای عزیزم ناباورها کسایی که شک دارن در دین اسلام هیچ وقت کتاب باز نکردین و مسلمان های گرامی هر زمانی که از شما سوال میکنن یک کسی که دین قبول نداره یک کسی که منبع نداره یک کسی که بذار که من شما را میت بکنم که باز مزاحمت میشه یک کسی که دین نداره یک کسی که منبع اخلاقی نداره هر زمانی که این سوال از شما کرد که پیامبر شما با 9 ساله ازدواج کرده چرا این کار کرده کار بدی است باید کار نمیکرد باید کار نمیکرد ببینین باید کار نمیکرد پس چی دین اسلام حق نیست ببینین زیادتر از 1100 معجزه ساینسی و منطقی و عقلی در این قرآن کریم به خاطر اثبات خدا وجود داره اینها میان چه کار میکنن با یک شبهه ای که در سال 2023 شما را چی میگه خدا نیست حالا یک کسی که بیای خانه ما بگذار جواب شده بود یک کسی خانه ما میای در سال 2023 این فرض است فرزند میگیریم و اما دختری دارم 6 ساله اگر 6 ساله نیست خب من میکشم سنده بازی آقا 9 ساله ازدواج کردن و به خانهشان با هم دیگر که هم خوابی کردن و یا هر چی که بودن 9 ساله بودن 9 ساله مرید سنن صحیح مسلم و صحیح بخاری هر دوش خب ببینین اینجا سوال است خب یک کسی که خواستگاری به خاطر دختر 9 ساله من میایه خوب گوش کنین من باعث یک مسلمان چی میگم مسلمان اولا قرآن کریم به ما فرمان داده قرآن کریم تا زمانی که اولادای شما
قانون الله پاک، کسی که ما شما را خلق کرده خواه، قانون الله چی میگه؟ میگه تا زمانی که دخترتان، پسرتان بسین بلوغیت جنسی و عقلی نمیرسه، شما هیچ حق ندارین که او را به ازدواج در بیارین. امروز که مسلمان های جاهلی که در افغانستان ظلم میکنه سر دخترهای کوچک، اینها هیچ وقت قرآن نخواندن، از اسلام پیروی نمیکنن. حالا یک شخص آمد 50 ساله، یعنی جناب عالی میگه که 53 ساله، 60 ساله خانه ما آمد، 60 سال سن داره، 60 سال، دختر من 9 ساله است و اگر که به بلوغیت جنسی و عقلی رسیده باشه، من از نگاه یک پدر اول میپرسم، اول او شخص میبینم، آیا آقای محترم تو اخلاق، تو ایمان، تو به درجه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میرسی یا نمیرسی؟ آیا تو اخلاص، آیا تو ایمان، آیا تو بهترین انسانی که در روی زمین قدم گذاشته هستی یا نیستی؟ آیا میتونی در حد یک زانوی از او بیایی یا نه؟ اگر امی شرایط داشت، میرم دخترم پرسان میکنم، میگم دختر گلم، خودت تصمیم گرفته میتونی، این شخص به خواستگاریت آمده، آیا راضی هستی نیستی؟ اگر دخترم بگفت راضی نیست، میگم آقای محترم خوش آمدین، دخترم راضی نیست. حالا اینا میگن که مجبور گرفته، عایشه رضی الله عنها در حدیث دیگر میگه که تا آخر عمرم از ازدواج من راضی بودم و هیچ کسی مرا مجبورم نکرده و هر کسی که مرا مجبور کرده بد کرده، هر کسی که مرا مجبور کرده، هیچ کسی مجبور نکرده در ازدواج. حالا ادامه میتم، آقای معراج گفتم ما به ایسی یک مسلمان اگر تمام قوانین اسلامی در ازدواج دختر ما باشه، من راضی هستم که دخترم 8 ساله هم باشه، به بلوغیت جنسی و عقلی خودش تصمیم گرفته بتونه، به رازیگی خودش هر کسی را میتونه به ازدواج در براره. ولی ببینید ایجا، او تو انسان پیدا نمیشه، او تو انسان پیدا نمیشه که مثل که در خط اول مایکل هارت، در خط اول دیگر اشخاصی که محمد صلی الله علیه وسلم چکار کرده؟ بهترین عالم روی زمین قرار داده. امروز اگر خودت آقای میراد دختر داشته باشی، کریستیانو رونالدو بیایه، تو دخترت میتی دیگه شبان، بدون از اینکه فکر بکنی. ولی ما مسلمان ها قانون اسلام هم میبینیم، اجازه دختر رو لازم است، مثل شما واره نیستیم برادر عزیز. شبت خوش، جوابت دادم. اگر در این موضوع قطع شده که اگر میخوای با ما در مورد اخلاقیاتت، خالق از نگاه ساینس ببی، سوالات ما رو جواب ندادی، ما با تو تایم تعیین میکنم، وقت تعیین میکنم، یک ماه بعد از دو ماه بعد از اون رو تعیین میکنم، مسیجت میکنم، با هم بحث میکنم. جواب گرفتی؟ خلاص دیگه. بسیار گپ عالی زدی. برو برادر عزیز دیگه، خداحافظ دیگه. که تو اگر وقت خوش، سنن نسائی دوستان عزیز، به من گفت پیغمبر اسلام با بایی من نمیخوام اصلا بشنام در 9 سالگی آرسی کرده توهین میکنه. خیر است. خب گرید سعید آره سلام، سنن نسائی کتاب 26 حدیث شد. سفر لایک بکنین، من خیلی گفتنی دارم. امروز ناباورا بیاین، ازدواج کردین مرین دی لایف ما، بیاین امشا کلتا بالا میارم. ناباورها، ناباورها سایه باورهای کاستن، سفر فالو بکنین، کسایی که ناباور هستین صفحه ما رو فالو بکنین، هر آن سوال و شکی که در مورد اسلام دارین ان شاء الله جوابتون میدم. ببینید اسلام واقعی رو بر شما 6 ساله جواب میدم. این بگذارین سایه باورهای یک عیسوی خود اگر کارش هم نیست، عیسوی بعد توحید بود دیگه. اول از مناظره فرار میکنه. عایشه بن شی واز، کسایی که ناباور هستین ببینید دیگه سفر فالو بکنین، بخاری 51 شک دارین ان شاء الله جوابتون میدم. عایشه میگه the prophet married me when I was 6 years old. من چقدر خوب جوابش هم دادم. امیدوار هستم یک کسی رو ریکارد گرفته باشه، کتاب 60 صفحه ریکارد گرفته باشه که باز به این آقا هر کسی که می سوالا میکنه برش برسه. ببینین دوست عزیز ما، سفر لایک بکنین، به 2 میلیون برسونین، به 3 میلیون برسونین، حمایت بکنین مسلمان در مقابل یک عیسوی کافر، یک عیسوی که خدا را سه تا میگه، بزرگترین دشمن مسلمان ها عیسوی است. آیشا حمایت بکنین مسلمان، مسلمان خدا حمایت بکنین، مسلم 14 حمایت بکنین، نه 6 ایز حمایت بکنین مسلمان، لایک بکنین، به اشتراک بگذارین به دوستاتون که امروز سواد انسانه، سوادشه، دروغهایشه، تهمتاش ما و شما میبینیم، خودتان دیدین. آقای کوروش با شما گفتم که دیگه خلاص ابو هرره عزیز فکر میکنید خودت را، اسلامت را، پیغمبرت و عایشه بیچاره را خیلی بابرویشون بردی. شب خوش برات میخوایم کردم، موفق شب خوش. فرار میکنی مناظره را نمیخوای انجام بدی؟ دیگه فکر کنم راجع به این موضوع به اندازه کافی آبروی اسلام بردی،
نه میخوای در فرار میکنی از مناظره فرار میکنی گیرت کردم جناب ابو ریره گوش بده دوست عزیز بذار من تمام کنم با تو اجازه میدم خیر قاری شبم لاین است لازم مناظره گپ بزنم کتت اجازه میدی بذار یک آیا من قاری شب بالا بیارم به خاطر که یک ویدیویی داره که همچنین گرایی کردی میگه خب اجازه است یا نه جناب ابو هریره اجازه است که مناظره نیست که بی ادبی نیست نه اجازه است بیارمش میکم حالا برات که بیارش آه بیارش فبر که بیارمش میارم سکوت میکنه درست قاری شب میارم حرف بیارش مهم نیست به شرط که دوستان عزیز بیاره یک راجع به همجنس گرایی من که بیاره یک سند چقدر خوب میشه بتانم بگم چی کسی باز مسعود او مسعود دیگه باز اگر دوستان عزیز نتونست بیاره اسلام کثیف‌ترین دین است قبول داری اگر نتونست ثابت کنه که من همجنس گرا هستم اسلام کثیف‌ترین دین است خود اجازه میت یک چیز بگم دوستاستی بیکار معذرت میخوام و اسلامتون و پیغمبرتون کثیف‌ترین دین است و انسان یک لحظه که امی قاری صاحب نمیتونه اومده قاری صاحب لایک بکنه قبول میکنی یا نه یک لحظه شرطا رو اگر قبول میکنی مینا بشنو شرطای تا بگذار تو نشنیدم بگذار یک قاری صاحب قاری صاحب خودت لایک بگذار نمیتونم آورده خودت قاری صاحبی عزیز تو خودت لایف بزن رای رای قند گوش که راجب لایف گپ بزنم خودت اگر خواستی راجب خالق گپ بزنی سه شنبه شب پس فردا شب ساعت هفت شب میشه شش شما به وقت شش شما تشریف بیاد در لایف بازم باید پینجا عزیز من گفتم که وقت ما تعیین میکنم وقت درست اگر یک ماه بعد است با موساتی که ببین دوست عزیز ما نمیتونیم که هر وقتی که تو خودت بیای بگو اینی وقت بیای اینی وقت بیا وقتو ما باید بگیم وظیفه نباشم اگر تو بخوای در داخل اسلام داخل شوی اگر بخوای داخل اسلام با ما بحث بکنی تو باید دو چیز بر ما ثابت بسازی یک منبع اخلاقیت دو دینت سه خوب و بدت من بشه اینی سه چیز بر ما ثابت میسازی میگم آقای کوروش شما منبع دارین میشه ما شما بحث بکنیم هیچ مشکلی نداره ولی اگر شما بیاین که خدا را قبول ندارم اینا خب منطق خودت فکر کن من هیچ چیز نمیگم برات اینا یک آدم میگه اینا خدا اینا کتاب وجود نداره چی معلوم میشه من راحت هستم تشکر دورر جون خیلی خوش شدم حال موضوع انتخاب نمیکنی موضوع را بازگوش که خودت گفتی یک ما با در وقت موضوع انتخاب کو من که انتخاب کنم میدونم که تال ثابت کردی که متاسفانه علم اسلامی نداری متاسفانه من یک آیه را برات میخوانم ترجمه میکنم خیر است امی آیه را اجازه میتی برات بخوانم یک آیه دزر اگه اجازه باشه باز نگه که ما برات وید سعید مسلمان ها کومن نتین خب پیش از که ما مسلمان هایی که در هر لایف هستین لطفا کومن نتین که قرآن خوانده میشه و گوش کنین با امی آقای میراج من یک آیه را بخوانم آقای قاری صاحب من تو را بالا آورده نمیتونم گفتم که اگر خودت لایف میگذاری من میتونم بالا آورده با امی قاری صاحب یک مسیج بکنین دوستای عزیز یک مسیج به قاری صاحب بکنین که ابو هریره میگه که اگر لایف در لایف ما میای لایف بگذار که دعوتت بده ما باشه که من میتونم دعوت بدم مورا بخون چون وقت کم از جناب چیز مورا بخون مساد 12 لایف بسته میکنم خیلی دقیقه بتونم با دوستم صحبت کنم بخون میذار که من کتابم بکشم خب با کتاب بخونم میفز هستم باز اشتباه نکنیم خیر است یک لحظه صبر کن بگو کدام آیه و سوره را میخوای بر دیارمش ما با ترجمه شم خودم میکنم خب ایمان نداری به من باوری نداری که من برات ترجمه کنم ترجمه قرآن خو اگر یکا مایه رفت کده باشی اگر نیمه برد نشان بودم نمیتونی خود میدونی که عربی یاد نداری خو خیر است میگذاریم از حرفت این باز عربی کیف حالیکم حالا انت بخیر آقای بدر انا بخیر انا بخیر انا بخیر حالا اگر من میگم اگر ثابت کدم که عربی یاد نداری چی میکنی برادر ما او حرفی که مزدم توضیح میتیم که چرا او حرف زدم من مثل تو فرار نمیکنم دروغ نمیگم مثل تو فرار بکنم بخوان لطفا که بریم بگم دوره رجان باز یک وقت دیگه بیا یک لایف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گوش کنی خیلی گوش کنی الرحمن الرحیم ای آیت به آقای میراد ست میکنه به مدینش ولی خود چی کنیم دیگه این کار میکنن به هر صورت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اهل باش که من اشتباه نکنم یک صدا خود یک صدا شما هم گوش کن که باز بیاری یک لحظه که من یک صدا خود یک بود
بگذار که من امی آیه خیلی دوست دارم و حفظش کردم خاص. بله من را پیدا کنم، میشه برای ما به کدام سوره کدام آیه اول بخونم باسته تا بگو که من بگو که امو آیه و سوره را بخون لطفا. نه تو باید گوش بدی بیادر، این تو گوش کن، چشمای تبسته که گوش کن که شاید امو سوره و آیه را بگی برای ما لطفا. و ای یکاد الذین کفروا، خب بر صورت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا اگر کلاگه که تو زدی با سر ما بد میخوره، خب احترام بگذار، فقط گوش کن بخاطر که به ما به احترامی میشه. صحیح، بخون بخون. آمینو بالله و رسولی، فآمینو بالله و رسولی، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خیرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. نكنن در دينتون غلو نكنن، اي آقای عیسوی در دينتون غلو نكنن، جز حق در مورد کتاب اسلام در مورد پروردگارش نگوین. ترجمه میکنم برات، صبر کن، ترجمه میکنم برات، ترجمه بکنم برات، ترجمه. سوره و آیه را بگو لطفا. آیه را بگو، سوره و آیه. تو قرآن خواندی؟ کلش خواندی؟ گفتی آیه را بلد هستی؟ آیه را بگو. ها صحیح. سوره سوره نساء 171 است. بله، سوره نساء است. بفهم تو وقت تو پیدا میکنی آیه دیگر هم بخونم؟ نه نه دیگه بس است، به خاطر که وقتی یک دقام نشد. مورد اهل کتاب نیستی، در مورد باز بیدینیت هست، خیر است. ترجمهش بخونم که بریم ابو هرره. و این یک وقت ندارم خواه صدا را میوت کرده بودی میگن ای انسانه، دیدی که مگه عربی بخوندی میوت کردم، فارسیش هم بخوندی. اجازه هم خواستم، اجازه هم خواستم که بازی نیتی گفتم عربی ما یاد نداریم، فارسیش اگر میخونید بچه شما فارسی کنم برات میخونم، گفتم ترجمه میکنم. عربی را که بخونی من میوت میکنم، فارسیش اگه بخونی کار برام میوت کن، خیر است. من عربیش هم میخونم میوت کن، خیر بخون عربیش، خیر است عربیش. و ای یکاد الذین کفروا لیوتک وَإِيَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. ببینین؟ مگه زمانی که آیات قرآن کریم در گوشهای اینها میاید، در گوشهایشان از ترس و وحشت مگه تو دیوانه شدی، نخوان بر ما، میوت میکنم. میبینین ای آیت قرآن کریم است که 1400 سال پیش به جناب آقای معراج که امروز نمیخواه بشنوه، اصلا چرا نمیخواه بشنوه؟ 1400 سال پیش میگه زمانی که آیت قرآن کریم به اینا خوانده میشه، نخوان نخوان، نمیخوایم بشنوم، تو دیوانه هستی. حضرت پیامبر صلی الله علیه وسلم در اون زمان برش دیوانه میگفتن، امروز همه چیز یادم رد میکنه، میگه که نه خدا نیست، به خاطری که ما نمیخوایم فریبی آدم ها نخورین. خب آقای کشش خیر است که میوت کردی، میشنوی آقای کشش؟ میشنوی از وقت است، میشنوی میشنوی، دروغ نگو دیگه، میوت مان کده بودی از وقتی که گفتی آیات قرآن کریم تو میشنوی. من عرضی کردم خاری صاحب نامد دیگه، دلش دیگه خب خاری صاحب نامد که جناب ابو رعی، من پلی کنم برای من خودم پلی کنم ویدیو تا ابو بچه بازیت، من نمیفهم بچه بازی کردی نکردی و رمانه میدونم. اگر نتونستی ثابت کنی که ما بچه بازی کردیم یا بچه باز هستم، اگر ثابت کردیم من ایره نکردیم، من میمانم ویدیو تا میدونم پیغمبر این کسیفترین آدم دنیا است. اگر قبول داری اگر ثابت نکردی اینیمیس ثابت هست، من بیا ویدیوهای بچه بازی تا ببینه خیلی گفت دوست اگر کس ثابت کرد مردگاویت برآمد. ببین آقای کوروش مردگاوی کردی، به غیرتی کردی، مردگاوی نکردی. اگر در قرآن مردگاوی را نشانتان دادم، های نه دیگه، اگر در قرآن نشان دادم مردگاوی نتمی، من خطا میوت میکنم که صدایت نه برو، برو از لایف برا دیگه که من به مردم نشان بتم ویدیو تا. خب دوستای عزیز ببینین بچه، ببینین دوستای عزیز بچه، قاری صاحب کجاستی؟ بله از خدا قاری صاحب بیا که همین ویدیو عزیز را من گوش کن خیلی توهین نکن، توهین نکن که میوتت میکنم، توهین نکن، مشنوی، 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 توهین نکن. دوستان عزیز من مجبور است میره دیگه چیز کنم بندازمش پایان، به خاطر از این که مشنوی معرفتم چیز کو جناب اخباره رقند گوش کن، فرار میکنی ویدیو تنشان نتم گوش کو، اول گپ گوش کو.
اگر تونستی ثابت کنی، خوب گوش کنی دوستان، که من همجنس باز یا همجنس گراستم، خوب گوش کن، هر چی بگی قبول میکنم. اگر نتونستی پیغمبرت کثیف‌ترین آدم بودی، خب تو یک بی‌ناموس آدم هستی دیگه. شو بگم یک آدم بی‌غیرت هستی دیگه. میگم اگر ثابت میتونی یک آدم بی‌غیرت هستی. طرفدارای آقای کوروش، طرفدارای آقای کوروش، بیاین ادعا میکنی که برای یک کس ثابت نکرد. بچه‌ها بازیشان نشون بدین، بیاین. خداحافظ آقای چقدر مرا کلان نشون دادی. خب آقا دوستای عزیز، سعی کنید سفر لایک بکنید که بچه بازی را نشان بتم دیگه. نه بچه بازیش را نشان بتم، من بچه بازی عزیز را نشان بتم. من اتم سفر لایک بکنید که خیلی مردم ببینه بچه بازی عزیز را دیگه. آفر آمده با ابو هریره بس میکنه. خدای دیگه تو آدمی بی سواد با ما بس میکنی. سفر لایک بکنید، لایک بکنید، با اشتراک بگذارن که آقای کرهوش بچه بازیش مردم ببینه دیگه. بچه بازیش ببینه یک انسان بچه بازه. او یک نفر درخواست نتین خود زور ما نمیرسه. خب بین که بچه بازی آقای کرهوش ما نشان بتیم. خب یک کسی که اخلاقیات نداره البته. خب خب آیا آقای مهراج تمایل به همجنسگرایی دارد؟ سعی کن، سعی کنین ادب، ادب انسانیت، ادب انسانیت. ببینین اون عزیز گوش کنه که ما یعنی کسانی که تهدید و تهدید بازی میکنه، اولا خب اگر گفته یکم تو در انگلیس همیه این انسان خود با ادب میگیره. خب این انسان خود با ادب میگیره. ببینین ادبشون، ببینین لحظه شب، یعنی لحظه شب باور کنی یک تو تماس بگیرم، اگر از کون اویزانش نکردن دیپورتش نکردن شما تو، اگر از کون اویزانش نکردن دیپورتش نکردن شما تو، گوش کنی دوستان، ادبش خود دیدن نه؟ ادبش هم دیدن. ببینین تهدید بازی نکنی، خیره اگر واقعا هم زور داشتی باز هم وقتی کدی باز دل موشی جان تا فیش. اما تهدید نکنی، کارهایتان سب میشه، بازی کارهایتان برتان خرابی میکنه. وام در انگلیس واری جان بچه بیریش شبینن خواه ای آره ببینین سایک 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 خواه خوب ببینین ببینین میای از آنوی خود درویت میمونه به چت قدمی برده ما به ترسو مثلا دیدی قندولک قندولک تو را میگیرن میبوسن. خالی سکه خواه خوب سکنه سکه دیدین ببینین. حالا سوال است ای آدم نشه است، خواه آدم نشه است، نشه ای آدم نشه است، چون ای کار اینها میکنن چون در حالت نشه فکرش نبود، از روگه کزی گرفت گفت چطوری ماتش کرد. دیدین یوم یکی از یکی از نشانه های از این خیلی ویدیو داره. من خیلی ویدیو دارم دوستای عزیز، ما تو از این می صفحه قاریس اینی صفحه را فالو بکنین دوستای عزیز افغان مسلم.